جایی که خرچنگ ها آواز می نوشته دیلیا اوینز، ترجمه آرتمیس مسعودی، با صدای هلیا مقصودی، قسمت اول. بخش اول مرداب مقدمه 1969 مرداب مانند باطلاق نیست. مرداب مکان روشنی است که در آبش که تا آسمان جاری است گیاه می روید. جایی است که آب راه های آرام آن خورشید درخشان را با خودشان به دریا میبرند و پرندگان پادرازش با وقاری غیرمنتظره طوری که گویی برای پرواز ساخته نشدند با وجود حیاهوی هزاران قاز برفی سرخوشند. همچنین در مرداب گل و واقعی فرو رونده به زمینهای کم عمق پوشیده از خزه که در دل جنگل مرتوب پنهان شدند منتهی می شود. آب باطلاق تیره و راکد است چرا که نور را در گلوی گلالودش فرو داده است. در این کنج خلوت حتی جانوران شبگرد نیز روزخیز هستند. البته اینجا هم صدا هست اما باطلاق در مقایسه با مرداب ساکتتر است. چرا که فساد عملی سلولی است. زندگی فاسد می شود و بوی تعفن می گیرد و به چیزی نامطبوع و بی مصرف تبدیل می شود. به این ترتیب اوتوری اندوه بار مرگ زندگی می آفریند. بامداد سی اکتبر 1969 جسد چیس اندروز در باطلاق افتاد. در شرایط عادی باطلاق آن را در سکوت جذب و برای همیشه پنهان می کرد. یک باطلاق همه چیز را در مورد مرگ می داند و آن را لزوماً حادثه غمبار و قطعا یک گناه به شمار نمی آورد. اما امروز صبح دو پسر بچه با دو چرخه هایشان از روستا به سمت برج آتشبانی قدیمی آمدند و از سومین پیچ پله های برج کاپشن جین او را تشخیص دادند. مادر 1952 صبح ماه اوت چنان گرم و سوزان بود که رطوبت مرداب بلوطها و کاجها را از مه پوشانده بود. برک های نخل مرداب برخلاف همیشه بی حرکت بودند و فقط تماس بال مرغ های ماهی خاری که از تالاب بلند می شدند آنها را آهسته تکان می داد. در همین موقع کیا که فقط شش سال داشت صدای کوبیده شدن در توری را شنید. او که روی چارپای ایستاده بود از شستن بقایای بلقور از ته قابلمه دست کشید و آن را داخل لگن کف گذاشت. حالا هیچ صدایی به جز صدای نفسهای خودش نمی شنید. چه کسی از کلبه بیرون رفته بود؟ مادر که نبود. او هیچ وقت در را نمی کوبید. اما وقتی به طرف در دوید مادرش را دید که با دامن بلند قهوه‌ای که پیلیهایش به قوزک پایش سایده میشد و کفش های پاشن بلند کوچه خاکی را پایی می رود. کفش های پنج گرد مادر پوست سوسمار تقلبی بود. این تنها کفش رسمی بود که او برای بیرون رفتن داشت. کیا میخواست فریاد بکشد اما نمیخواست پدر را بیدار کند. برای همین در را باز کرد و روی پلکان که از جنس آجر و تخته بود ایستاد. از آنجا چمدان مسافرتی آبی را که دست مادر بود دید. کیا معمولا مانند اعتمادی که طول سگی به مادرش دارد میدانست او با گوشتی که در کاغذ روغنی قهوه‌ای پیچیده شده یا با جوجه‌ای که سرش آویزان است و تاپ می‌خورد برمیگردد اما او هیچ وقت کفش پاشنه بلند پوست سوسماری را نمی پوشید. هیچ وقت چمدان نمی برد. مادر همیشه جایی که پیاده رو به جاده منتهی میشد و میخواست به طرف جاده بپیچد پشت سرش را نگاه میکرد دستش را بالا می برد و کف سفید دستش را برای او تکان می داد اما امروز به راهش ادامه داد. حالا تمام اندامش به طور مداوم دیده نمی شد. جاده راهش را داخل جنگل های پوشیده از خزه، طالاب های پوشیده از گیاه لویی و شاید اگر جز رو مد اجازه میداد تا شهر باز می گرد. برای همین گاه گاهی اندام کشیده مادر از فضاهای خالی از درخت جنگل ظاهر می شد. تا اینکه دیگر فقط قسمت هایی از شال سفیدش لابلای برگ ها به چشم می کیا به سرعت به نقطه دوید که می دانست می توان از آنجا جاده را دید. حتما مادر از آنجا برایش دست تکان میداد. اما وقتی رسید که فقط توانست لحظه ای که چمدان آبی ناپدید می شود آن را ببیند. وقتی به طرف پلکان برمیگشت که منتظر بماند چیزی سنگین مانند خاک سیاه پنبهزار روی سینش احساس می گرد. کیا از چهار خواهر و برادرش کوچکتر بود. بقیه از او خیلی بزرگتر بودند. گرچه او بعدها دیگر نمی توانست سن نشان را به یاد بیاورد. آنها با پدر و مادرشان زندگی می کردند و مانند خرگوش های داخل قفس در کلبه ای ابتدایی که ایوان شیشهیش از زیر بلوط ها زده به بیرون چشم دوخته بود به زور کنار هم جا گرفته بودند. جودی برادری که از همه به کیا نزدیکتر اما هفت سال از او بزرگتر بود از خانه بیرون آمد و پشت سرش ایستاد. او هم مانند کیا چشم های تیره و موهای مشکی داشت و به او آواز پرندگان، نام ستارگان و حرکت دادن قایق روی گیاهان باطلاقی را یاد داده بود. گفت مادر برمیگرده. نمیدونم کفش سوسماریشو پوشیده مادرا بچه‌هاش نوول نمیکنن کیا اصلا نمیتونن اما تو به هم گفتی اون روباهه بچه هاشو ول کرد آره ولی اون ماده روباهه پاش تمام جر خورده بود اگه میخواست بچه هاشو خودش غذا بده از گشنگی میمرد بهتر بود از پیششون بره خودشو خوب کنه بعد وقتی تونست خوب بچه بزرگ کنه بازم بچه بذاد. مادر که از گشنگی نمرده برمیگرد. جودی برخلاف آنچه به نظر می رسید خودش هم تقریبا مطمئن نبود. اما این را به خاطر کیا گفت. کیا آهسته با بغز گفت ولی مادر چمدون آبیه رو برد. انگار داره میره یه جاهای بزرگ. کلبه روبه روی نخل مرداب هایی بود که روی ماسزار تا سینه ریزی از طالاب های سبز پراکنده شده بودند و همه مرداب در دور دست مقابلشان قرار داشت. سطح زمین تا کیلومترها پوشیده از علفهای سرسختی بود که در آب شور رشد کرده بودند و تنها فاصله بینشان درختهایی بودند که در جهت وزش باد خم شده و همانطور شکل گرفته بودند. درختان بلوط سمت دیگر کلبه قرار داشتند و سقف نزدیک ترین تالابی شده بودند که سطحش چنان غنی از حیات بود که کف کرده بود. هوای نمکدار و آواز مرغان دریایی از سمت دریا به درختان می رسید. ادعای مالکیت زمین از دهه 1500 تغییری نکرده بود. زمین های زراعی پراکنده مرداب به طور قانونی تعیین تکلیف نشده بود و فقط افراد یاقی بخشهایی از آن را علامت گذاری کرده بودند. کسی در سایه نخل های مرداب پناهگاهی برپا نمی کرد مگر آنکه تحت تعقیب یا در پایان خط باشد. مرداب با ساحلی تکه پاره احاطه شده بود که کاشفان اولیه آن را گورستان اقیانوس اطلس نامیده بودند چرا که جذر های پرتلاتم و بادهای سهمگین نزدیک جایی که قرار بود ساحل کارولینای شمالی باشد کشتیها را مانند کلاههای کاغذی غرق میکردن در خاطرات یک ملوان آمده است اطرافمان ساحل بود اما هیچ راه ورودی نداشت طوفان شدیدی ما را احاطه کرد ناچار شدیم به طرف دریا حرکت کنیم تا هم خودمان و هم کشتی را نجات دهیم و موجی قوی و سری ما را با خود برد زمین مردابی و باطلاغ بود به سمت کشتیمان برگشتیم. هر نوع احتمالی مبنی بر آنکه بعد از این برای ماندن به آن قسمت ها بیاییم از بین رفت. به این ترتیب کسانی که در جستجوی زمین واقعی بودند توقف نکردند و به راهشان ادامه دادند. و این مرداب بدنام به شبکه‌ای تبدیل شد که دیگه هفت جوشی از دریا نوردان شورشی کشتی شکستگان بدهکاران و فراریانی به شمار می رفت که از جنگ مالیات یا قوانینی که به آن پایبند نبودند می گریختند. کسانی که از مالاریا از پای در نیامده بودند یا باطلاق آنها را در خود فرو نبرده بود قبیله جنگل نشین متشکل از چندین نژاد و فرهنگ مختلف تشکیل دادند که هر کدام از اعضای آن می توانست با یک تبر تمام درختان جنگل کوچکی را قطع کند و گوزنی را تا کیلومترها روی پشت خود حمل کند. هر کدام از آنها مانند موش رودخانه قلم رو به خودش را داشت. با وجود این باید با دیگران هماهنگ می بود وگرنه روزی به سادگی در باطلاق ناپدید می شد دیویست سال بعد بردگان فراری که به مرداب گریخته بودند و تنها به شمار می آمدند و بردگان آزاد شده بیپول و مفلوکی که به خاطر انتخابهای محدودی که داشتند در سرزمین آبها پراکنده شده بودند به آنها ملحق شدند. شاید این سرزمین فقیر بود اما حتی یک سانتی متر از آن کم محصول نبود لایه های زندگی یعنی خرچنگ های ماسعی خرچنگ های آب شیرین که در گل و لای تلو تلو می پرندگان آبی، ماهیها، میگوها، صدفهای خوراکی، گوزنهای چاق و قازهای درشت همه جا روی زمین یا در آب به وفور وجود داشتند. کسی که در جستجوی غذا برای شام اشکالی نمیدید هرگز گرسنه نمیماند حالا سال 1952 بود. برای همین از چهار قرن پیش گروهی از افراد غیر مرتبط که نام آنها جایی ثبت نشده بود ادعاهایی برای مالکیت مطرح کرده بودند. بیشتر آنها پیش از جنگ داخلی آمده بودند و بقیه به تازگی به ویژه پس از جنگ جهانی که مردان آس و پاس و فرسوده برگشته بودند بدون مجوز در زمین ها سکونت کرده بودند. مرداب این آدمها ها را محدود نکرد. بلکه آنها را تعریف کرد و مانند هر سرزمین مقدس دیگری رازهایشان را کاملا پوشیده نگه داد. کسی به اینکه آنها زمین را مالک شوند اهمیتی نمیداد زیرا هیچ کس دیگری آن را نمیخواست بالاخره آنجا لجنزاری غیر مسکونی بود ساکنان مرداب قواعد نچندان منطقی خودشان را ایجاد کردند نمانند قوانینی که روی لوهای سنگی حک یا در اسناد نوشته میشد بلکه عمیق تر از آن آنها قواعدشان را روی ژنهایشان ثبت کردند کهن و طبیعی مانند قواعدی که میان شاهینها و کبوترها وجود داشت انسان وقتی منزوی درمانده یا تک و تنها می شود به آن قرایزی پناه می برد که هدفشان به طور مستقیم ادامه بقاست. سریع و دقیق. این قرایز همیشه برگ برنده خواهند بود چرا که بیشتر از جنهای معتدل تر از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. این یک اصل اخلاقی نیست بلکه یک محاسبه ریاضی ساده است کبوترها هم بین خودشان به اندازه شاهینها جنگ می کنند مادر آن روز برنگشت کسی در این مورد حرفی نزد به خصوص پدر او که از ترکیب بوی ماهی با مشروبی که روی لباسش چکه کرده بود بوی تعفن میداد در قابلمه را با سر و صدا برداشت شام چیه نگاه ها فرو افتاد برادرها و خواهرها شانه هایشان را بالا انداختند پدر ناسزا گفت بیحال بیرون رفت و به جنگل برگشت قبلا در خانه دعوا شده بود. حتی مادر یکی دو بار رفته بود اما همیشه بر می گشت و هر کسی را که نیاز به در آغوش گرفته شدن داشت در آغوش می گرفت. دو خواهر بزرگتر با لوبیا قرمز و نان ذرت شام آماده کردند اما هیچ کس مثل وقتی که مادر بود پشت میز ننشست هر کدامشان از قابلم لوبیا ریختند، نان ذرت را رویش گذاشتند، از بقیه دور شدند تا روی تشکشان که روی زمین پهن بود یا روی کاناپه رنگ رو رفته غذایشان را بخورند. کیا نتوانست غذا بخورد؟ روی پله ها نشست و به راه چشم دوخت. قدش نسبت به سنش بلندتر بود. لاغر استخانی بود. پوستش کاملا برونزه و رنگ موهای صاف و پرپشتش پرکلاقی بود. تاریکی دیدش را از بین برد. صدای قورقور قورباغه ها هم نمیگذاشت صدای پایی شنیده شود. با وجود این در ایوان خوابید و گوش داد. همین امروز صبح بود که با صدای جلز و ولز دنبه در ماهیتابه فلزی و عطر نانهایی که در فر هیزومی برشته می شدن بیدار شده بود. سری بلند شده بود و با عجله به آشپزخانه رفته بود تا قاشق و چنگال را در بیاورد و شپشک های بلغور را جدا کند. بیشتر صبحها مادر که لبخند بزرگی به لب داشت او را در آغوش می گرفت و میگفت. صبح به خیر دختر خاص من. بعد هر دو با حرکتی شبیه به رقص کارهای روزانه را یکی یکی انجام می دادند. گاهی اوقات مادر آوازهای محلی یا شعرهای کودکانه مثل این بچه خوک کوچولو رفت بازار میخواند. یا اینکه دست کیا را میگرفت با هم حرکات موزون انجام میدادند و پاهایشان را روی کف پوش تخت سلایی میکوبیدند تا اینکه موسیقی رادیویی که با باتری کار میکرد تمام میشد. صبح های دیگری هم بود که مادر در حالی که باز هم داخل اجاق چوب میگذاشت در مورد مسائل بزرگترها که کیا اصلا از آنها سر در نمی آورد صحبت می کرد. کیا طوری سرتکان می داد که گویی می داند. بعد سر و صدای بیدار شدن و صبحانه خوردن بقیه افراد خانواده بلند میشد پدر آنجا نبود. او همیشه در یکی از این دو وضعیت قرار داشت سکوت یا فریاد برای همین وقتی از سر و صدا بیدار نمیشد یا اصلا خانه نمی آمد، مشکلی وجود نداشت اما امروز صبح مادر ساکت بود لبخند روی لبش نبود و چشمهایش سرخ شده بود تا پایین پیشانیش را مانند دزدان دریایی با یک شال سفید بسته بود اما گوشه های بنفش و زرد کبودی از آن بیرون زده بود. درست بعد از صبحانه حتی پیش از شستن ظرف ها بعضی از وسایل شخصیش را داخل چمدان مسافرتی گذاشت و از جاده پایین. صبح روز بعد کیا دوباره سر پستش روی پلکان ایستاد. چشم های رنگش مانند تونلی که در انتظار قطار است به راه دوخته شده بود. در مرداب روبه رو مه چنان پایین آمده بود که انتهایش روی گلولای دیده میشد. کیا پا به های پایش را به زمین میزد و ساقه علف ها را بی هدف تاب می داد. اما یک کودک شش ساله نمی مدتی طولانی یک جا بنشیند. برای همین خیلی زود سلانه سلانه به ساحل پرجز رو مدی رفت که موجهایش با صدایی مکش مانند روی انگشتهای پایش در رفت و برگشت بودند او لب آب شفاف چون باتمه زده بود و ماهی های کوچکی را که بین نقطه های نور خورشید و سایه ها به سرعت خیز برمی داشتند تماشا می کرد. جودی از میان نخل های مرداب با فریاد به طرفش آمد. کیا به او چشم دوخت. شاید خبری آورده باشد. اما وقتی داشت میان برگ های نکتیز نخل های مرداب جلو می آمد. از بی اتنا راه رفتنش فهمید مادر هنوز خانه نیست او پرسید میخوای کاوشگر بازی کنی؟ آره اما گفتی دیگه بزرگ شدی نمیتونی کاوشگر بازی کنی نه همینطوری گفتم هیچ وقت بزرگ نمیشم بود و فرار کن آنها در زمین های پست و از میان جنگل به طرف ساحل دویدند. کیا وقتی جودی او را گرفت جیغ زد و خندید تا اینکه به درخت بلوطی رسیدند که بازوهای عظیمش تا روی ماسه ها گسترده شده بود. جودی و برادر بزرگترشان مورف با میخ و چکش چند تکه چوب به شاخه های آن کوبیده بودند و از آن به عنوان برج دیدبانی و خانه درختی استفاده می کردند. حالا بیشتر هایش داشت پایین میافتاد و از های زنگ زده آویزان بود. معمولا اگر کیا اصلا اجازه داشت با آنها کشتی بازی کند نقش یک برده را داشت که برای برادرهایش بیسکویت های گرمی را که از تابه مادر کش رفته می آورد. اما امروز جودی گفت تو میتونی کاپیتان باشی. کیا برای دستور حمله بازوی راستش را بالا برد. فرار کنین اسپانیایی ها. آنها از شاخه ها شمشیر ساختند و در حالی که میان بوته ها میدویدند فریاد میزدند و به دشمن شمشیر فرو میکردند پس از آنکه تظاهر به اینکه همه چیز خوب است تمام شد کیا به طرف تنه قطع شده درختی که از خزه پوشیده شده بود رفت و نشست جودی خواست چیزی بگوید که فکر او را از مادر دور کند اما هیچ حرفی به فکرش نرسید. برای همین با هم به تماشای سایه سنجاقک های روی آب نشستند. کیا بعدا روی پلکان ایوان برگشت و مدتی طولانی منتظر ماند. اما وقتی به انتهای مسیر نگاه می کرد, هرگز گریه نکرد. چهرش آرام بود و لبهایش همان خط باریک عادی همیشگی که زیر چشمهای جست جوگرش قرار داشت. اما مادر آن روز هم نیامد. جودی 1952 یکی دو هفته پس از رفتن مادر برادر بزرگ کیا و دو خواهرش هم مثل اینکه از کار هم تقلید کرده باشند خانه را ترک کردند آنها چهره سرخ و خشمگین پدر را که با فریاد همراه میشد و به مشت زدن یا ضربه های محکم با پشت دست منتهی میشد تحمل کردند تا اینکه یکی یکی ناپدید شدند به هر حال آنها تقریبا بزرگ شده بودند بعدها کیا همانطور که نمی توانست نام واقعیشان را به یاد بیاورد و فقط میدانست مورف، میسی و مندی نامیده میشدند سنشان را هم فراموش کرد کیا روی تشکش در ایوان تعدادی جوراب دید که خواهرانش آنجا گذاشته بودند صبح روزی که از میان خواهر و برادرها جودی تنها کسی بود که باقی مانده بود کیا با صدای صبحانه درست کردن از خواب بیدار شد. فکر کرد مادر خانه است و دارد پیراشکی یا نان روستایی سرخ می کند. به طرف آشپزخانه دوید اما جودی بود که مقابل اجاق هیزومی ایستاده بود و بلغورها را هم میزد کیا لبخند زد که نامیدیش را پنهان کند و جودی همینطور که آهسته او را به سکوت دعوت می کرد سرش را نوازش کرد. اگر پدر بیدار نمی شد می توانستند تنها صبحانه بخورند. جودی نمیدانست چطور نان درست کند. گوشت هم نداشتند. برای همین بلغور و خاگینه درست کرده بود. با هم نشستند و در سکوت نگاه ها و لبخند هایشان را با هم رد و بدل کردند. به سرعت ظرف را شستند و بعد برای رفتن به مرداب از در بیرون دویدند. جودی جلو می رفت اما همان موقع پدر فریاد زد و لنگ لنگان به طرفشان آمد. آنقدر لاغر بود که به نظر می رسید اندامش به علت نیروی جاذبه ضعیف تلو تلو می خورد. دندانهای آسیایش مانند دندانهای یک سگ پیر زرد بود. کیا سرش را بلند کرد و به جودی نگاه کرد. میتونیم بودویم. بریم یه جا که خزه داره قایم بشیم. جودی گفت. چیزی نیست. نه ترس. چیزی نمیشه. ساعتی بعد نزدیک غروب آفتاب جودی کیا را دید که در ساحل به دریا خیره شده است. کنارش رفت. کیا نگاهش نکرد و به تماشای موجهای متلاتم ادامه داد. با وجود این از لحن جودی متوجه شد پدر حسابی به صورتش مشت و سیلی زده است. من مجبورم برم کیا. دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم. کیا میخواست نگاهش کند اما این کار را نکرد. میخواست التماسش کند او را با پدر تنها نگذارد اما کلمات در گلویش گیر کرده بودند. جودی گفت وقتی بزرگ شدی خودت میفهم. کیا ناگهان خواست فریاد بزند که شاید کوچک باشد اما احمق نیست و میداند علت رفتن همه پدر است چیزی که علتش را نمیدانست این بود که چرا او را با خودشان نمیبرند او هم به رفتن فکر کرده بود اما جایی نداشت برود و پول اتوبوس هم نداشت کیا تو مواظب باش از من بشنو اگه کسی اومد نرو تو خونه میتونن اونجا بگیرنت بود و تا ته مرداب لای بوته ها قایم شو همیشه رد پاتو بپوشون یادت دادم که چطوری میتونی از دست بابا هم قایم شی و در حالی که کیا هنوز هم حرفی نزده بود خداحافظی کرد و از ساحل به سمت جنگل حرکت کرد درست پیش از آن که میان درختان قدم بگذارد کیا بالاخره برگشت و رفتن او را تماشا کرد. به موجها گفت این خوک کوچولو موند خونه. ناگهان به خودش آمد. به طرف کلبه دوید. نام جودی را فریاد زد اما جودی وسایلش را برده بود و تشکش روی زمین خالی افتاده بود. کیا داخل تشک او فرو رفت و آخرین بقایای آن روز را که داشت از روی دیوار پایین می آمد تماشا کرد. نور مثل همیشه پشت سر خورشید برای رفتن این پا آن پا می کرد و کمی از آن در اتاق باقی مانده بود. طوری که برای لحظه کوتاهی رخت خوابهای گلوله گلوله و لباسهای کهنهی که روی هم تلمبار شده بود بیش از درختان بیرون به خودش شکل و رنگ گرفت. گرسنگی آزار دهنده چیزی تا این حد پیش پا افتاده او را به تعجب واداشت. به طرف آشپزخانه رفت و دم در ایستاد. در تمام عمرش اینجا از پختن نان، جوشاندن لوبیای کره‌ای یا قل زدن ماهی آب‌پز گرم بود. حالا خالی ساکت و تاریک شده بود بلند پرسید کی میخواد غذا بپزه شمعی روشن کرد خاکستر اجاق هیزومی را زیر و رو و آتش زنه اضافه کرد و آنقدر دمی تا آتش گرفت بعد هیزم گذاشت از یخچال به عنوان کابینت استفاده می کردن چون اطراف کلبه برق نبود و برای اینکه جلوی کپک زدن داخل کلبه را بگیرند در را با یک مگسکش باز نگه می داشتند. اما باز هم در تمام شکاف ها کپک های سیاه مایل به سبز رشد می کرد. همانطور که باقی مانده غذا را برمی داشت گفت این بلقو رو توی روغن گرم می کنن. این کار را کرد و همانطور که از پشت پنجره منتظر آمدن پدر بود آن را در همان قابلمه خورد اما او نیامد. وقتی بالاخره نور هلال ماه روی کلبه افتاد داخل رخت خوابش در ایوان خزید. تشکی گلوله گلوله که روی زمین پهن میشد با ملافه های واقعی طرح روزهای ریز آبی رنگ که مادران را از یک حراجی لوازم خانگی دست دوم خریده بود در زندگیش این اولین بار بود که شب تنها می ماند اولش هر یکی دو دقیقه می نشست و از پشت شیشه ایوان بیرون را نگاه می کرد گوش میداد ببیند صدای پایی از جنگل میشنود یا نه؟ شکل تمام درختها را شناخت. با وجود این به نظر می رسید بعضی از آنها تک و توک به سرعت زیر نور ما حرکت می کنند. مدتی آنقدر خودش را جمع کرده بود که نمی توانست آب دهانش را قورت بدهد اما درست به موقع آواز آشنای قورباغه های درختی و کاتیدیت ها سکوت شب را پر کرد. آرامش بخشتر از آن شعر کودکانه سموش کور با کارد گوش بری بود. تاریکی بوی دلچسبی داشت. نفس زمینی قورباغه ها و سمندرهایی که روزی دیگر را با گرمای طاقت فرسا از سر گذرانده بودند. مرداب با مهی که پایین آمده بود به اون نزدیک تر شد و او خوابی. پدر تا سه روز نیامد و کیا برک های شلقم باخچه مادر را پخت و برای صبحانه نهار و شام خورد. بلانه مرخ ها سر زده بود تا تخم مرغ بردارد اما آنجا خالی بود. هیچ مرغ و خروس یا تخم مرغی وجود نداشت. های آشقال شماها های آشقالید. از وقتی مادر رفته بود او سعی کرده بود به آنها رسیدگی کند اما کار زیادی انجام نداده بود. حالا آنها به شکل یک دسته رنگارنگ قد, قد کنان دور شده و به جنگل رفته بودند. باید روی زمین بلغور می پاشید که ببیند میتواند آنها را نزدیک کند یا نه. در غروب چهار رومین روز پدر با یک بطری پیدایش شد و خودش را روی رخت خواب ولو کرد. فردا صبح وقتی داشت به آشپزخانه میرفت نره زد. اینا کجا رفتن؟ کیا بدون آنکه نگاهش کند گفت نمیدونم. تو اندازه یک سگ ولگردم نمیدونی. مثل سینه های گاو نر به درد نخوری. کیا آهسته و یواشکی از در ایوان بیرون رفت. اما وقتی در ساحل دنبال صدف خوراکی میگشت بوی دود احساس کرد و وقتی سرش را بالا آورد دید از سمت کلبه ستونی از دود خارج می شود. تا جایی که می توانست سری دوید. از لابلای درختها گذشت و دید در حیات آتش زبانه می کشد. پدر داشت نقاشی ها، لباس ها و کتاب های مادر را داخل شعله ها کیا فریاد زد نه نکن پدر نگاهش نکرد اما رادیویی را که با باتری کار میکرد داخل آتش انداخت وقتی کیا جلوی تابلوهای نقاشی رسید صورت و دستهایش داغ شد و حرارت آتش او را عقب راند به طرف کلبه دوید تا نگذارد پدر برگردد و وسایل دیگری ببرد چشمش به چشم پدر افتاد او پشت دستش را به طرف کیا بالا برد و کیا همانجا ایستاد ناگهان پدر برگشت و لنگ لنگان به طرف قایقش رفت کیا روی پلکان چوب و آجر کس کرد و سوختن و خاکستر شدن نقاشی های آبرنگ مادر را که از مرداب کشیده بود نگاه آنقدر نشست تا خورشید غروب کرد تا همه چیز خاکستر شد و خاطرات رقصیدن با مادر میان شله ها زوب شد در چند روز آینده کیا از اشتباهات دیگران و شاید بیشتر از مینو ماهی ها درس گرفت تا بداند چطور با پدر زندگی کند فقط سر راهش نباش نظار تو رو ببینه. از جلوی نور خورشید به سرعت به سمت سایه برو. کیا پیش از آن که او بیدار شود بلند می شود و از خانه بیرون می رفت. در جنگل و آب می ماند. بعد سلانه سلانه به خانه می آمد که در رخت خوابش روی ایوان و تا حد امکان نزدیک به مرداب بخوابد. پدر در جنگ جهانی دوم با آلمان جنگیده بود و استخوان ران چپش ترکش خورده و خرد شده بود این تنها عامل افتخارمان بود و چک هفتگی برای معلولیت او تنها منبع درآمدمان یک هفته پس از رفتن جودی یخچال خالی شد و حتی شلغمی هم باقی نماند دوشنبه صبح که کیا به آشپزخانه رفت پدر یک اسکناس مچاله شده و چند سکه پول خورد روی میز آشپزخانه پرد کرد بیا باهاش واسه یه هفته غذا بگیر از صدقه خبری نیست همه چی رو حساب کردم واسه پولی که میگیری خونه رو تمیز کن هیزم جمع کن لباس بشور کیا برای اولین بار در زندگیش تنها به طرف دهکده بارکلیکو رفت تا خار و بار بخرد. خوک کوچولو رفت بازار. شش هفت کیلومتر راه را به سختی روی سطح عمیق ماسه و لجن سیاه پشت سر گذاشت تا درخشش خلیج و ساختمانها را در ساحل آن دید. زمین های باطلاقی با علف های بلند دهکده را احاطه کرده بودند و رطوبت نمکدارشان با رطوبت اقیانوس که سمت دیگر خیابان اصلی دیده میشد آمیخته شده بود. مرداب و دریا همراه هم دهکده را از بقیه دنیا جدا کرده بودند و تنها راه ارتباطی آن یعنی بزرگ راهی یک بانده از روی سیمان های ترک خورده و چاله ها به زحمت راهی تا شهر باز میکرد. دهکده دو خیابان داشت. خیابان اصلی با یک ردیف فروشگاه روبروی اقیانوس قرار داشت. سوپرمارکت پیگلی ویگلی یک سر آن بود و نمایشگاه اتومبیل وسترن سر دیگر رستوران ارزان هم بین این دو قرار داشت همینطور ارزان فروشی کرس نان شیرینی پارکر و کفش فروشی باستر براون کنار پیگلی فروشگاهی بود که در آن نوشیدنی الکلی سرو میشد و هاددگ تنوری فلفل قرمز تند و میگوی سخاری را در کاغذهایی که به شکل قایق تا شده بود میفروخت هیچ خانوم یا بچه وارد آنجا نمیشد چرا که کار درستی به نظر نمیرسید اما برای بیرون بر پنجره داخل دیوار باز شده بود که می توانستند از طریق آن از خیابان سوسیس و نوشابه سفارش بدهند. خیابان دیگر برود از بزرگراه قدیمی مستقیم به سمت اقیانوس و خیابان اصلی منشعب می شد و همانجا پایان می یافت. برای همین تنها تقاطعی که در دهکده وجود داشت تقاطع خیابان اصلی برود و اقیانوس اطلس بود. برخلاف بیشتر مناطق دیگر فروشگاه ها و شرکت ها به هم نچسبیده بودند و بینشان فضاهای خالی وجود داشت که پوشیده از گیاهان دریایی و نخل مرداب بود. گویی مرداب یک شبه ذره ذره پیش روی کرده بود. وزش بادهای تند نمکدار از بیش از دیویست سال پیش رنگ ساختمان هایی را که از چوب صدر بودند به رنگ فندقی درآورده و چارچوب پنجره ها را که بیشتر سفید یا آبی رنگ شده بودند پوست پوسته کرده و در آنها ترک ایجاد کرده بود. بیشتر به نظر می رسید دهکده از مقاومت در برابر عوامل طبیعی خسته شده و خودش را تسلیم کرده اسکله دهکده از تنابهای نخنما آویزان بود و از خلیج کوچک که وقتی آبش آرام بود رنگهای قرمز و زرد قایقهای سید میگو را منعکس می کرد پلیکانهای پیر بیرون زده بودند. جاده های خاکی که خانه های کوچک ساخته شده از چوب صدر مقابلشان قرار داشت در هر دو سر فروشگاه ها، از میان درختها دور طالاب ها و در امتداد اقیانوس پیچ و تاب خورده بودند. بارکلیکو به معنی واقعی کلمه منطقی بکر بود که بخشهای مختلف آن مانند لانه مرغ ماهی خاری که باد متلاشی کرده باشد میان دهانه رودخانه ها و نیها پراکنده بود. کیا پا با شلوار پیشبندی که برایش خیلی کوتاه بود جایی از مرداب که به خیابان منتهی میشد ایستاد لبش را میگزید و میخواست بدود و به خانه برگردد. نمیدانست باید به مردم چه بگوید و چطور پول خاربار فروشی را حساب کند. اما گرسنگی نیروی جلوبرنده بود. برای همین وارد خیابان اصلی شد و از پیاده روی تکه پارهی که گاه از زیر دسته های علف بیرون زده بود به طرف پایین خیابان و پیگلی ویگلی راه افتاد. وقتی به ارزان فروشی نزدیک میشد پشت سرش صدایی شنید و درست وقتی سه پسر که از او یکی دو سالی بزرگتر بودند به سرعت با دوچرخه عبور میکردند از سر راهشان کنار رفت. پسری که جلو می رفت برگشت به او نگاه کرد و به اینکه نزدیک بود به او بزند خندید. بعد چیزی نمانده بود با پیرزنی که داشت از فروشگاه بیرون میآمد برخورد کند. چیس اندروز برگرد بیا اینجا. هر سه شما پسرا. آنها یکی دو متر دیگر هم رکاب زدند. بعد منصرف شدند و به طرف دوشیزه پنسی پرایس خانم فروشنده قسمت پارچه و لوازم خیاطی برگشتند. روزگاری خانواده پنسی مالک بزرگترین مزرعه اطراف مرداب بودند. و گرچه مدتها پیش ناچار شدند آن را بفروشند او همچنان در نقش اشراف منشانه یک زمیندار باقی ماند که در شرایطی که در آپارتمان خیلی کوچکی بالای رستوران زندگی می کرد، کار ساده ای نبود. دوشیزه پنسی معمولا کلاهایی شبیه کلاهای امامه ابریشمی سرش می گذاشت. و امروز صبح کلاهش صورتی بود که آن را با رژ قرمز و رژ گونش هماهنگ کرده بود. پسرها را سرزنش کرد. قصد دارم این کارتون رو به مادرای همتون بگم. شایدم بهتر باشه به پدراتون بگم. تو پیاده رو اونقدر تون میرفتیم که کم مونده بود بزنین به من. تو چی داری بگی چیست؟ او شیکترین دوچرخه را داشت. سندلیش قرمز بود و دسته های بلندش از کروم. معذرت میخوایم دو شیز پنسی. اون دختر اونجا سر راه بود. ما شما رو ندیدیم. چیس که پوست برونزه و موهای مشکی داشت به کیا که عقب رفته و تقریبا داخل یک بوته مرد ایستاده بود اشاره کرد. اونو ولش کن. شما نمیتونین تقصیرتون رو بندازین گردن یکی دیگه حتی اگه آشغال مرداب باشه حالا شما پسرا باید یک کار خوب بکنین که جبران بشه دوشیزه آیریل خرید کرده داره میبرتشون بذاره تو وانتش برین بهش کمک کنی پایین بلوزاتونم بذارین تو پسرها همانطور که با دوچرخه به طرف دوشیزه آیریل میرفتند که معلم کلاس دومشان بود گفتند چشم خانم. کیا میدانست پدر و مادر پسر مومشکی چیس صاحب نمایشگاه اتومبیل وسترن هستند و برای همین است که او قشنگترین دوچرخه را سوار شده است. کیا او را دیده بود که کارتون های بزرگ کالا را از پشت وانت تخلیه می کند یا پشت وانت را پر می کند اما هیچ وقت حتی یک کلمه هم با او یا دوتای دیگر صحبت نکرده بود. یکی دو دقیقه صبر کرد. باز سرش را پایین انداخت و به طرف سوپرمارکت رفت. داخل پیگلی ویگلی قسمت بلغور را گشت و یک کیسه نیم کیلویی را که درشت آسیاب و زرد شده بود برداشت. برای اینکه آنطور که مادر یادش داده بود برچسب قرمز پیشنهاد ویژه هفته از آن آویزان بود. با نگرانی بین دو ردیف اجناس فروشگاه ایستاد تا همه مشتری های مقابل صندوق کارشان تمام شود. سپس جلو رفت و مقابل خانم سینگل تری که داشت میپرسید مامانت کجاست ایستاد. خانم سینگل تری موهای کوتاهش را کاملا فر و رنگش را مانند گل زنبق در آفتاب بنفش کرده بود. مامانم کارا رو میکنه خانم. خب تو برای بلغورا پول داری یا نه؟ در حالی که نمیدانست چطور مبلغ دقیق آن را بشمارد یک دلاری را روی میز گذاشت و گفت بله خانم. خانم سینگل تری که نمیدانست این بچه فرق سکه ها را با هم میداند یا نه همانطور که بقیه پول را کف دست او میگذاشت آهسته شمرد. بیست و پنج، پنجا، شست، هفتاد، هشتاد، هشتاد و پنج و سه سنت چون بلغور دوازده سنته کیا احساس کرد میخواهد بالا بیاورد؟ قرار بود چیز را بشمارد و برگرداند؟ به معمای سکه های کف دستش خیره شد؟ به نظر میرسید خانم سینگل تره نرم تر شده خیلی خوب، پس اونو با خودت ببر کیا از فروشگاه بیرون دوید و با سرعت هرچه تمامتر به طرف مرداب حرکت کرد. مادر بارها به او گفته بود هیچ وقت تو دهکده ندو وگرنه مردم فکر میکنن یه چیزی دزدیدی اما به محض اینکه به مسیر ماسه ای رسید دست کم 800 متر را دویده بود. بقیه راه را هم با قدم های تند طی کرد. وقتی به خانه برگشت چون فکر می کرد می داند چطور بلغور درست کند آن را مانند مادر داخل آب جوش ریخت. اما همه آن روی هم تلمبار شد و به شکل توپ بزرگی درآمد که تهش سوخت و میان آن نپخته ماند. شبیه لاستیک شده بود. برای همین یکی دو تکه بیشتر نتوانست بخورد. باز هم باخچه را گشت و لابلای علف های تلایی چند برگ شلغم دیگر پیدا کرد. بعد آنها را پخت همه را خورد و آبشان را هم سر کشید. یکی دو روز طول کشید درست کردن بلغور را یاد بگیرد. گرچه هر قدر محکم هم میزد باز هم مقداری از آن گلوله میشد. هفته بعد دنده گوسفند خرید که برچسب قرمز داشت و آن را با بلغور و کولارد کاملا پخت که طعم خوبی داشت. کیا با مادرش زیاد لباس شسته بود. برای همین میدانست چطور لباسها را با قالب صابون روی تخت چنگ بزند و زیر شیر آب حیات بشوید. اما وقتی شلوار پیشبندی پدر خیس خورد آنقدر سنگین شده بود که نتوانست با دستهای کوچکش آبش را بگیرد و نتوانست آن را تا بند رخت ببرد و آویزان کند. برای همین آن را همانطور آبچکان روی برک های نخل مرداب هاشیه جنگل انداخت. رابطه او و پدرش دو حالت داشت. در یک کلبه جدا از هم زندگی می کردند یا گاهی اوقات چند روز همدیگر را نمیدیدند. تقریبا هیچ وقت با هم صحبت نمی کردند. او مانند یک خانم کوچولوی جدی کارهای خودش و پدرش را انجام میداد. اما آنقدر آشپزی بلد نبود که بتواند برای او غذا درست کند. گرچه او اصلا آنجا نبود. با وجود این کیا رخت خواب او را مرتب می کرد. آن را بلند می کرد زیرش را جارو می زد و بیشتر وقتها ظرف ها را می شست. نه برای اینکه به او گفته شده بود. بلکه به آن خاطر که فقط با این کار می شد کلبه را برای برگشت مادر در وضعیتی آبرومندانه نگه داشت. مادر همیشه گفته بود ماه پاییزی برای تولد کیا در آسمان ظاهر می شود. برای همین کیا با وجود آن که نمی توانست تاریخ تولدش را به خاطر بیاورد. یک شب وقتی ماه پف کرده و طلایی رنگ از تالاب بالا آمد با خودش گفت فکر کنم هفت سالم شده. پدر هیچ وقت حرفی از آن به میان نیاورد. مطمئنن کیکی هم در کار نبود. در مورد مدرسه رفتن او هم چیزی نگفت. کیا چیز زیادی در این مورد نمیدانست و می ترسید موضوع را مطرح کند. مطمئنن مادر برای تولد او برمی گشت. برای همین فردای شبی که ماه کامل بیرون آمد پیراهن چیتش را پوشید و به کوچه چشم دو. آرزو کرد مادر در حالی که هنوز کفش های سوسماری و دامن بلندش را پوشیده سمت کل بیاید. وقتی کسی نیامد قابلمه بلقور را برداشت و از جنگل به طرف ساحل رفت. دستهایش را روی دهانش گذاشت، سرش را عقب نگه داشت و از گلویش صدایی شبیه مرغان بیرون آورد. لکه های نقره ای از بالا و پایین ساحل و سطح آب ظاهر شدند. گفت اینها دارن میان اونقدر مرغای دریایی زیادن که نمیتونم بشمرمشون. پرندگان با جیغ و فریاد چرخیدند و شیرجه رفتند. نزدیک صورت او بال زدند و وقتی برایشان بلغور ریخت پایین آمدند. بلاخره ساکت شدند و ایستادند که پر و بال خود را با نوکشان تمیز کنند. کیا روی ماسه ها نشست و پاهایش را به یک طرف تا کرد. یک مرغ دریایی بزرگ روی ماسه ها نزدیک کیا نشست. کیا به پرنده گفت: امروز تولدمه. فصل سوم چیس 1969 پایه های پوسیده برج آتشبانی قدیمی در دو طرف زمین پوشیده از خزه که پیچک هایی از مه برای خودش ایجاد کرده بود قرار داشت. صبح سی اکتبر 1969 وقتی دو پسر به نامهای بنجی میسون و استیو لانگ که هر دو ده ساله و هر دو بور بودند شروع به بالا رفتن از پله های مرتوب کردند به جز کلاقهایی که قارقار می کردند بقیه ی جنگل طوری در سکوت بود که به نظر می رسید انتظار چیزی را می کشن. استیف پشت سرش به بنجی گفت پاییز که اینقدر گرم نمیشه. آره همه چی هم ساکته جز کلاقا. استیو که پایین میان پله ها را نگاه می کرد گفت یواش اون چیه؟ کجا؟ ببین اونجا لباس آبی انگار یکی رو گلا دراز کشیده. بنجی فریاد زد آهای تو چی کار میکنی؟ من یه صورت میبینم اما تکون نمیخوره. آنها با بازوهای برامده پایین آمدند و در حالی که لجن سبز رنگ به چکمه هایشان چسبیده بود به سرعت به سمت پایه دیگر برج رفتند. آنجا مردی به پشت خوابیده بود و پای چپش به طور عجیبی از زانو به جلو چرخیده بود. چشمها و دهانش کاملا باز بود. بنجی گفت یا ایسا مسی خدای من چیس اندروزه بهتر به پلیس بگیم نه قرار نیست ما اینجا باشیم حالا دیگه مهم نیست حالا هر لحظه ممکنه کلاقا اینجا پرسه بزنن سرشان را به سمت صدای قارقار قار برگرداندند استیو گفت شاید یکیمون باید بمونه پرنده ها رو ازش دور کنه. اگه فکر کردی من قرار تنها به چسبم اینجا خل شدی. شرط میبندم خودتم همینطور. با گفتن این جملات دو چرخه هایشان را برداشتند و در مسیر ماسهی چسبناک به طرف دهکده و خیابان اصلی سخت رکاب زدند. بعد داخل ساختمان کم ارتفاعی دویدند که در آن کلانتر اد جکسون در دفترش نشسته بود که فقط با یک لامپ رشته روشن میشد. او هیکلی بود با قد متوسط. موهایش به قرمزی میزد و صورت و بازوهایش کک های روشنی داشت. نشسته بود و یک مجله را ورق میزد. پسرها بدون آنکه در بزنند با عجله از در باز وارد شدند. کلانتر کلانتر آهای استیو بنجی شماها تو آتیش بودی ما چیس اندروز رو دیدیم تو مرداب زیر برج آتشبانی دراز به دراز افتاده انگار مرده یه ذره هم تکون نمیخوره از سال 1751 که بارک لیکو به شکل منطقی مسکونی درآمد هیچ یک از مردان قانون حوزه غذایی خود را از مرز علف های بلند فراتر نبرده بودند. در دهه های 1940 و 1950 یکی دو افسر پلیس سک هایی را برای محکومان منطقه که به مرداب گریخته بودند رها کردند و هنوز هم از آن سک ها برای چنین مواردی نگهداری می شود. اما جکسون بیشتر اوقات جرایمی را که در مرداب اتفاق میافتاد نادیده می گرفت. چرا مزاحم کار آدم های نادرستی شود که آدم های نادرست دیگر را میکشند؟ اما این چیس بود؟ کلانتر ایستاد و کلاهش را از روی جا کلاهی برداشت. نشونم بدید. در حالی که کلانتر در جاده خاکی گشت میزد شاخه های بلوط و خاص روی وانت کشیده میشد. دکتر ورن مورفی تنها پزشک دهکده نیز که اندامی لاغر و متناسب داشت و موهایش به خاکستری میگرایید کنارش نشسته بود. هر دو مرد با ناهمواری های شدید مسیر تکان می‌خوردند و چیزی نمانده بود سر ورن محکم به پنجره کوبیده شود. آنها دوستان قدیمی همسنی بودند که با هم به ماهیگیری میرفتند و اغلب پایشان به پرونده های یکسانی کشیده میشد. حالا هر دو با پیشبینی این که باید تایید کنند جسد چه کسی در مانداب افتاده است ساکت بودند. استیو و بنجی با دو چرخه هایشان پشت وانت نشسته بودند تا اینکه وانت توقف کرد. اونجا آقای جکسون پشت اون بودته ها. اد از وانت پیاده شد. شما پسرها اینجا منتظر بمونید. سپس او و دکتر مورفی به سختی خود را از میان گلولای به جایی رساندند که چیس افتاده بود. وقتی وانت رسیده بود کلاخ ها پرواز کرده و رفته بودند اما پرندگان دیگر و حشرات پرپر می کردند. زندگی گستاخ صدای عادی خودش را تولید می کرد. چیسه درسته سم و پتی تحمل اینو ندارن خانواده اندروز هر شمع اتومبیلی که سفارش داده بودند هر مانده حسابی که داشتند و هر برچسب قیمتی که در نمایشگاه اتومبیل وسترن آویزان کرده بودند برای تنها فرزندشان چیس ورن کنار او چنبات میزد با گوشی پزشکیش به صدای قلبش گوش داد و مرگ را تایید کرد ات پرسید فکر میکنی چند ساعته میتونم بگم حداقل ده ساعته پزشک قانونی میتونه دقیقش رو بگه پس حتما دیشب رفته بالا از بالا افتاده ورن بدون آنکه جسد را تکان بدهد معاینه کوتاهی انجام داد سپس کنار اد ایستاد هر دو مرد به چشمهای چیس که هنوز از صورت پوف کردش به آسمان نگاه میکرد خیره شدند و بعد به دهان بازش نگاه کردند کلانتر گفت چند مرتبه به اهالی این دهکده گفتم که بالاخره چنین اتفاقی میافته آنها چیس را از زمان تولدش می شناختند. زندگی مرفه او را از وقتی بچه بانمکی بود تا هنگامی که به نوجوان جذابی تبدیل شد. از وقتی ستاره خط حمله و پسر زرنگ منطقه بود تا وقتی برای والدینش کار می کرد شاهد بودند. تا اینکه بالاخره مرد خوشتیب با زیباترین دختر ازدواج کرد حالا او تنها نقش زمین شده بود و به اندازه مرداب هم شعن و احترام نداشت مثل همیشه مرگ قدرت بیشتری داشت؟ اتسوکوت سکوت را شکست موضوع اینه که من سر در نمیارم چرا بقیه برای کمک ندویدن. همیشه گروهی میومدن اینجا؟ یا دست کم یکی دوتا می میومدند. کلانتر و دکتر کوتاه اما معنیدار سرتکان دادند که معنیش این بود که چیس با آنکه ازدواج کرده بود ممکن بود زن دیگری را به برج آورده باشد اد پایش را بلند کرده بود و داشت قدمی بزرگتر از حد نیاز برمی داشت گفت بیا از اینجا بریم بیرون. همه چیز خوب بررسی کنیم. شما پسرا همون جایی که هستین بمونید. رد پای بیشتری نذارید. ایت همانطور که به رد پاهایی اشاره می کرد که از پلکان تا مانداب و حدود دو متری چیس ادامه پیدا کرده بود از آنها پرسید اینا رد پاهای شما برای همین امروز صبح؟ بنجی گفت بله آقا تا همون جایی که ما رفتیم به محض اینکه دیدیم چیسه برگشتیم اونجا میتونین ببینین از کجا برگشتیم باشه ور اینجا یه مشکلی هست. نزدیک جسد رد پایی نیست. اگه اون با دوستاش یا هر کس دیگه ای بوده وقتی افتاده باید اونا می اومدن اینجا و دوروبرش راه می رفتن. کنارش زانو می زدن ببینن زنده یا نه. ببین رد پاهای ما روی این گلا چقدر عمیقه اما رد پای جدید دیگه ای نیست. نه به طرف پلکان رد پاییه. نه از پلکان به این طرف. نه اطراف جسد. پس شاید خودش تنها بوده این همه چیز رو توجیه میکنه خب من یه چیزی بهت میگم که توجیهش نمیکنه رد پاهای خودش کجاست چیس اندروز چطوری این مسیر رو اومده از این لجنا رد شده رفته سمت پله ها که بتونه بره بالا و هیچ رد پایی از خودش به جا نذاشته. فصل چهارم مدرسه 1952 کیا یکی دو روز پس از تولدش تنها با پای برهنه در گل و لای خم شده بود و نوزاد قورباغه ای را تماشا می کرد که کم کم داشت پاهای قورباغه ای در می آورد. ناگهان ایستاد. اتومبیلی روی ماسه های عمیق انتهای کوچه آنها با سر و صدا حرکت می کرد. قبلا هیچ کس با اتومبیل آنجا نیامده بود. سپس از میان درختها صدای آهسته صحبت کردن یک زن و یک مرد به گوش رسید. کیا به سرعت به طرف علفزار دوید که از آنجا هم بتواند ببیند چه کسی می آید و هم آنطور که جودی به او یاد داده بود راهی برای فرار داشته باشد. زن قد بلندی از اتومبیل پیاده شد که با کفش های پاشنه بلند همانطور که مادر روی کوچه ماسه ای راه میرفت بدون تعادل قدم بر می داشت. حتما آدم های پرورشگاه هستند که آمدند او را ببرند. حتما من میتونم از اونا تندتر به اون زنه با اون کفشا همون اولش میفته. کیا همانجا ماند و زن را که به طرف در شیشه ای ایوان میرفت تماشا کرد. آهای کسی خونه نیست؟ رو انت هستم. اومدم کترین کلارک رو ببرم مدرسه. حالا این شد یک چیزی. کیا ساکت نشست. تقریبا مطمئن بود که باید شش سالگی مدرسه برود. حالا آنها یک سال هم دیر آمده بودند. اصلا نمیدانست چطور با بچه ها و مطمئنا با معلم صحبت کند اما دلش میخواست خواندن را یاد بگیرد و بفهمد بعد از 29 چه عددی است کاترین عزیزم اگه صدام رو میشنوی لطفا بیا بیرون این قانون عزیزم تو باید بری مدرسه علاوه بر اون از اونجا خوشت میاد عزیزم هر روز میتونی مجانی یه ناهار گرمم بخوری. فکر میکنم امروز پیراشکی مرغ با نون برشته داشتن. این هم یک چیز دیگر. کیا خیلی گرسنه بود. برای صبحانه بلغور را پخته بود و آن را با بیسکویت شور هم زده بود چون نمک نداشت. او یک چیز را در مورد زندگی خوب میدانست نمی شود بلقور را بدون نمک خورد. در عمرش یکی دو بار بیشتر پیراشکی مرغ نخورده بود اما هنوز یادش بود که بیرونش خمیر طلایی و ترد است و داخلش نر. می توانست تعم سس آن را احساس کند طوری که گویی آن را خورده است. تقصیر معدهش بود که سر خود عمل کرد و کیا را وادار کرد میان برگ های نخل مرداب ایستد. سلام عزیزم من خانم کالپپر هستم. تو دیگه بزرگ شدی و آمادهی بری مدرسه مگه نه؟ کیا همانطور که سرش پایین بود گفت بله خانم. خیلی خوب. تو میتونی پا به رحنه بیای. بقیه بچه هم همین اما چون یک دختر کوچولو هستی باید دامن بپوشی. پیرن یا دامن داری عزیز؟ بله خانم. خب پس بیا بریم لباس بپوش. خانم کالپپر همراه کیا از در ایوان وارد شد. ناچار شد پایش را بلند کند که لانه های پرنده ای را که کیا روی الوارها ردیف کرده بود لگد نکند. کیا در اتاق خواب تنها لباسی را که اندازش بود پوشید. یک سارافون چهارخانه که یکی از اپولهایش با سنجاق قفلی به آن وصل شده بود. خوب عزیزم، خیلی خوب شدی. خانم کالپپر دستش را دراز کرد. کیا به دست او خیره شد. چندین هفته بود که انسان دیگری را لمس نکرده بود. در تمام عمرش قریبه ای را لمس نکرده بود. اما دست کوچکش را در دست خانم کالپپر گذاشت و دنبالش به سمت اتومبیل فورد که مرد ساکتی با کلاشاپوی خاکستری رانندهش بود رفت. کیا که روی صندلی عقب نشسته بود لبخند نزد و احساس نکرد جوجه است که مادرش او را زیر پروبال خود گرفته است. بارکلیکو یک مدرسه برای سفید داشت. کلاس اولی ها تا کلاس دوازده ها به یک ساختمان آجوری دو طبقه در انتهای خیابان اصلی می رفتند که دفتر کلانتر سمت دیگرش بود. کودکان سیاه پوست مدرسه خودشان را داشتند که یک ساختمان سیمانی یک طبقه نزدیک کالرد تاون بود. وقتی کیا را به دفتر مدرسه هدایت کردند اسمش را پیدا کردند اما تاریخ تولدش در قسمت ثبت موالید موجود نبود برای همین با وجود آنکه در عمرش یک روز هم مدرسه نرفته بود او را در کلاس دوم نشاندند البته گفتند کلاس اول خیلی شلوغ است و برای ساکنان مرداب که یکی دو ماه مدرسه می آیند و شاید دیگر هرگز کسی آنها را نبیند چه فرقی می کند. وقتی مدیر او را در راهروی پهنی که صدای پایشان در آن میپیچید به جلو راهنمایی میکرد دانه های عرق تا ابرویش رسید در یک کلاس را باز کرد و او را آهسته هل داد های چهارخانه، دامنهای بلند، کفش، تعداد زیادی کفش. بعضی هم پا و چشمها همه به او خیره. او هیچ وقت این تعداد آدم ندیده بود. شاید ده دوازده تا بودن. معلم که همان خانم آیریل بود که آن پسرها به او کمک کرده بودند کیا را پشت میزی تقریبا در انتهای کلاس نشاند او میتوانست وسایلش را داخل قفسه بگذارد این را به او گفتند اما کیا هیچ چیز نداشت معلم برگشت جلوی کلاس و گفت کاترین لطفاً بیست و اسم کاملت رو به کلاس بگو دلش آشوب شد. بیا دیگه عزیزم خجالت نکش. کیا ایستاد؟ گفت دوشیزه کاترین دانیل کلارک. زیرا یک بار که مادرش میخواست نام کاملش را بگوید اینطور گفته بود. میتونی سگ رو هجی کنی؟ کیا که به زمین خیره شده بود ساکت ماند. جودی و مادر تعدادی از حروف را به او یاد داده بودند اما او هیچ وقت با صدای بلند برای کسی هجی نکرده بود. به شدت مسترب شده بود. با وجود این سعیش را کرد. گ س صدای خنده ردیف های جلو و عقب کلاس را پر کرد. خانم آیریل فریاد کشید. س ساکت مامتو ما هیچ وقت نمیخندیم گوش کنین چی میگم ما هیچ وقت به همدیگه نمیخندیم خودتون اینو میدونی کیا به سرعت سر جایش در انتهای کلاس نشست و سعی کرد مانند سوسک چوبخار که روی شیارهای تنه درخت بلوط قابل تشخیص نیست ناپدید شود با وجود آنکه آن همه مضطرب بود وقتی معلم درس را ادامه میداد به جلو خم شد و منتظر بود ببیند بعد از 29 چه عددی میآید تا به حال دوشیز آیریل فقط در مورد چیزی که توصیف آوایی نامیده میشد صحبت کرده بود و دانش آموزان در حالی که دهانشان را گرد کرده بودند صداهای آ،, آ، ا، او و او را تکرار می کردند. حدود ساعت یازده عطر گرم و کرهی پختن نان باگت و خمیر پیراشکی راهروها را پر کرد و به کلاس هم نفوذ کرد. معده کیا درد گرفت. وقتی بالاخره کلاس صف بست و به طرف غذاخوری حرکت کرد دهانش پر از بزاق شده بود. به تقلید از دیگران یک سینی، یک بشقاب سبز پلاستیکی و کارد و چنگال را برداشت. پنجره بزرگی با لبه پهن به آشپزخانه باز می و مقابل کیا یک تابه لعابی خیلی بزرگ پر از پیراشکی مرغ قرار داشت که خمیر زخیم و برشتش به شکل مشبک درست شده بود و سس گرمش حباب میداد. زن سیاه پوست و بلند قدی که لبخند میزد و بعضی از بچه ها را به اسم صدا می کرد. یک پیراشکی بزرگ، مقداری نخود فرنگی کرهی و یک نان باگت در بشقاب کیا گذاشت. او پودینگ موز، یک شیر کوچک با پاکت قرمز و سفید هم برای خودش برداشت که در سینی بگذارد. به قسمت میز و سندلی ها رفت. بیشتر میزها پر از کودکانی بود که میگفتند و میخندیدند. چیس اندروز و دوستش را که آن روز نزدیک بود در پیاده رو با دوچرخه او را زیر بگیرند شناخت. برای همین از آنها دور شد و پشت یک میز خالی نشست. چندین بار چشمهایش راز او را فاش کردند و به آن پسرها یعنی تنها چهره هایی که می شناخت نگاه کردند. اما آنها هم مانند بقیه او را نادیده گرفتند. کیاب پیراشکی که پر از مرغ، هویج، سیب زمینی و نخودهای کوچولو بود خیره شد. خمیر رویش قهوه‌ای مایل به طلایی بود. چندین دختر با دامنهای بلند پفی نزدیک می‌شدند. یکی از آنها قد بلند، لاغر استخوانی و بور بود و دیگری گرد با صورت توپل کیا نمیدانست آنها چطور می توانند با چنین دامنهای دست و پاگیری از درخت بالا بروند یا حتی سوار قایق بشوند مطمئنا نمی در آب هم دنبال قورباغه ها بگردند حتی نمی پاهایشان را ببینند همانطور که آنها نزدیک می شدند کیا به بشقابش خیره شد. اگر کنار او می نشستند باید به با آنها چه می گفت؟ اما دخترها همانطور که مانند پرنده ها یک ریز حرف می زدند از کنارش گذشتند و پشت یک میز دیگر به دوستانشان ملحق شدند. با وجود آنکه معدهش آنقدر گرسنه بود دهانش چنان خشک شده بود که بلعیدن را برایش دشوار میکرد برای همین پس از آنکه یکی دو گاز زد همه شیر را نوشید و با دقت طوری که کسی نبیند تا میتوانست توانست پیراشکی را داخل پاکت شیر فرو کرد بعد آن را پیچید و داخل دستمالش گذاشت بقیه روز اصلا دهانش را باز نکرد حتی وقتی معلم از او سوالی پرسید ساکت نشست نظرش این بود که قرار است او از آنها چیزی یاد بگیرد نه آنها از او با خودش فکر کرد واسه چی کاری کنم که به هم بخندن زنگ آخر به او گفتند اتوبوس او را در چار پنج کیلومتری خانه پیاده می کند چون جاده خاکی است و صبحها هم باید برای سوار شدن اتوبوس این مسیر را پیاده بیاید در راه خانه همانطور که اتوبوس روی چاله چوله های عمیق تکان تکان میخورد و از میان علف های بلند میگذشت بچه های جلوی اتوبوس یک صدا گفتند دوشیزه کترین دانیل کلارک دختر قد بلند لاغر بور و دختر گرد توپولی که سر نهار دیده بود فریاد زدند کجا بودی مرغ مرداب کلاهت کجاست موش مرداب بالاخره اتوبوس در تقاطع نامشخصی از مسیرهای به هم پیچیده که از جنگل خیلی دور بود نگه داشت. راننده در زوار در رفته را باز کرد و کیا به سرعت پیاده شد و تقریبا 800 متر را دوید. نفسش بند آمد. بعد تمام راه را تا کوچهشان با دوی آهسته رفت. مقابل کلبه نایستاد. بلکه از میان نخلهای مرداب به طرف تالاب و بعد مسیری دوید که به درختهای بلوط متراکمی منتهی میشد که روی اقیانوس سایه انداخته بودند به سرعت سمت ساحل بدون گیاه دوید دریا آغوشش را کامل باز کرد و وقتی کیا جلوی موجها ایستاد باد موهای بافته شدهش را به حرکت درآورد مثل تمام روز چیزی نمانده بود اشکهایش بریزد. بلندتر از قررش موجهای متلاتم پرندگان را صدا زد. اقیانوس با صدای بم میخواند و مرغان دریایی سوپرانو. همانطور که او تکه های نان باگت را روی ساحل می ریخت آنها با جیغ و فریاد بر فراز مرداب و بالای ماسه ها چرخیدند و با پاهای آویزان و سرهای پایین فرود آمدند. یکی دو پرنده آهسته میان انگوشت های پایش را نک زدند و او که قلقلکش آمده بود خندید تا اینکه اشک روی گونه هایش جاری شد و دست آخر حق بلند و بریده بریده از جای تنگ زیر گلویش بیرون آمد. وقتی پاکت شیر خالی شد خیلی می ترسید که آن پرنده ها هم مانند دیگران او را ترک کنند. فکر نمی کرد بتواند این رنج را تحمل کند. اما مرغان دریایی روی ساحل دوروبر او پخش و سرگرم تمیز کردن پرهای خاکستریشان شدند. برای همین او هم نشست و آرزو کرد کاش میتوانست آنها را جمع کند با خودش به ایوان ببرد که با هم بخوابند. مجسم کرد تمام آنها روی رخت خوابش جا گرفته باشند. با بدنهای پردار گرم و نرمشان زیر رو انداز. دو روز بعد صدای قیشقیش قیش فورد را روی ماسه ها شنید و به طرف مرداب دوید. به کندی روی ماسه ها قدم برداشت و رد پاهای کاملا واضحی به جا گذاشت. سپس با نوک پا داخل آب رفت و هیچ رد پایی نگذاشت. دوباره برگشت و در جهت متفاوتی حرکت کرد. وقتی به قسمت گلولای رسید دایره وار دوید و سر نخی گیج کننده ایجاد کرد. سپس وقتی به زمین سفت رسید به طور عادی شروع به راه رفتن کرد اما در بعضی قسمت ها از میان انبوه علف ها به سمت درختان میپرید و رد پایی به جا میگذاشت. آنها تا یکی دو هفته هر دو سه روز یک بار میامدند. مردی که کلاه شاپو سرش میگذاشت جستجو و تعقیب را انجام میداد اما هیچ وقت حتی به نزدیکی او هم نرسید بعد یک هفته کسی نیامد فقط صدای قارقار کلاغ ها می آمد کیا دستهایش را کنار بدنش آویزان میکرد و به کوچه خالی چشم می دوخت او دیگر در زندگیش یک روز هم مدرسه نرفت. به جایی برگشت که فکر می کرد می تواند چیزی بیاموزد. و به تماشای مرغ‌های ماهیخوار و جمع‌آوری صدف مشغول شد. به خودش می گفت با اینکه کفشاشون خیلی قشنگه اما من می تونم صدای قمری در بیارم و خیلی کارا رو بهتر از اونا انجام بدم. یکی دو هفته پس از روزی که کیا به مدرسه رفته بود یک روز صبح که خورشید خیلی داغ میتابید وارد خانه درختی برادرانش در ساحل شده بود دنبال قایقهای بادبانی میگشت که روی پرچمشان علامت استخوانهای بازو و جمجمه دارند او که اثبات میکرد در تنهایی قوه تخیل تقویت می شود فریاد زد او دزدای دریایی همانطور که شمشیرش را تکان میداد از درخت پایین پرید که به آنها حمله کنند. ناگهان درد در پای راستش پیچید و مانند آتش از آن بالا رفت زانوهایش خم شدند به پهلو افتاد و جیغ کشید یک میخ بلند زنگ زده را دید که مقدار زیادی از آن کف پایش فرو رفته بود فریاد کشید پدر سعی کرد به یاد بیاورد او شب گذشته به خانه آمده یا نه. دوباره فریاد کشید کمکم کن پدر. اما پاسخی نشنید. با یک حرکت سری دستش را پایین برد و همانطور که فریاد می کشید تا بعد درد غلبه کند به سرعت میخ را بیرون کشید. بی هدف دستهایش را روی ماسه ها حرکت میداد و حق می کرد. بالاخره بلند شد نشست و به کف پایش نگاه کرد. تقریبا هیچ خونی نبود. فقط یک زخم کوچک عمیق دیده میشد. همان موقع یاد کوزاز افتاد. میدهش منقبض شد و لرز کرد. جودی برای او از پسری گفته بود که پایش را روی یک میخ زنگ زده گذاشته بود و واکسن کوزاز نزده بود. آروارش آنقدر سفت شده بود. آنقدر فشرده شده بود که نمی توانست دهانش را باز کند. بعد نخواهش منقبض شد و مانند کمان به عقب خم شده بود. اما کسی نمی توانست کاری برایش انجام بدهد. به جز اینکه آنجا به ایستند و او را نگاه کنند که از انقباز اجزای بدنش می میرد. جودی یک چیز را به سراحت گفته بود. اگه پات رفت روی میخ باید تا دو روز واکسن بزنی وگرنه میمیری. کیا اصلا نمیدانست چنین واکسنی را چطور باید بزند. باید یک کاری بکنم. اگه برای پدر سب کنم حتما قفل میشم. قطرات عرق روی صورتش جاری شده بود لنگ لنگان در ساحل جلو رفت تا به سایه درخت های بلوط اطراف کل برسید. مادر همیشه زخم ها را در آب نمک فرو می کرد و آنها را با گل آمیخته به انواع ماجون‌ها ها در آشپزخانه نمک نبود. برای همین کیا لنگ لنگان به جنگل سمت آب لبشور رفت. جایی که مد دریا فروکش می کرد. چنان شور بود که در کناره هایش کریستال های سفید شفاف نمک می درخشیدند. روی زمین نشست و پایش را در آب شور مرداب فرو کرد. تمام مدت دهانش را حرکت می داد. باز بسته، باز بسته. ادای خمیازه را در می آورد، حالت جویدن و هر حرکتی که جلوی بسته شدن دهانش را میگرفت انجام میداد. پس از حدود یک ساعت موج آنقدر عقب نشینی کرد که او توانست در گل سیاه با انگشتش سوراخی درست کند و آهسته پایش را روی زمینی که مانند ابریشم می درخشید بگذارد. هوای اینجا خونک بود و صدای اقاب ها تحمل او را بالا می برد. غروب که شد گرسنه نبود. برای همین به کلبه برگشت. اتاق پدر هنوز خالی بود و احتمالا او ساعتها پیش از خانه رفته بود. قمار و نوشیدنی الکلی یک مرد را بیشتر ساعات شب بیرون خانه نگه می‌دارد. دیگر بلغوری نبود. اما وقتی اطراف را گشت یک قوطی چرب روغن شیرینی پذی پیدا کرد. آن را روی بیسکویت شور مالید. اول ذره ذره از آن گاز زد اما سرانجام پنجتای دیگر را هم خورد. همانطور که گوش می کرد ببیند صدای قایق پدر می آید یا نه آهسته به طرف رخت خوابش در ایوان رفت. شب نزدیک شد و همه جا را فرا گرفت. کم کم خواب از راه رسید اما انگار او نزدیک صبح خوابش برده بود. چون وقتی بیدار شد آفتاب کاملا روی صورتش افتاده بود. فورا دهانش را باز کرد. هنوز حرکت می کرد. به رفت آمد بین برکه آب شور و کلبه ادامه داد تا اینکه با نگه داشتن حساب طلوع و غروب خورشید متوجه شد دو روز سپری شده است. دهانش را باز و بسته کرد. شاید خطر را پشت سر گذاشته بود. شب وقتی روی تشک دراز کشیده بود و داشت ملافه را رویش می کشید در حالی که پایش مانند یک کیک گلی در پارچه کهنه پیچیده شده بود با خودش فکر کرد نکند در خواب بمیرد. یادش آمد که نه به این سادگی نیست. باید پشتش مثل کمان و پاهایش خم شود. یکی دو دقیقه بعد بالای کمرش تیر کشید. بلند شد نشست. وای نه، وای نه، مادر، مادر. این حس در پشتش تکرار شد و او را وادار به سکوت کرد. زیر لب گفت نه، این که فقط خارشه. بالاخره با خستگی شدید خوابید و تا کبوترها روی ها شروع به ناله نکردند چشمهایش را باز نکرد تا یک هفته دو بار در روز به برکه رفت و با بیسکویت شور و کریسکو خودش را سیر کرد و تمام این مدت پدر اصلا نیامد تا روز هشتم او میتوانست بدون احساس خشکی پایش را بچرخاند و درد سطحی تر شده بود. همانطور که مراقب پایش بود و فریاد می کشید تونستم تونستم کمی جست و خیز کرد. صبح روز بعد سمت ساحل رفت که باز هم دزد دریایی پیدا کند. اولین کارم اینه که به خدم دستور بدم همه میخار رو جمع کنند. هر روز صبح زود بیدار می شد و هنوز گوش می کرد ببیند سر و صدای پخت و پز مادر می آید یا نه. صبحانه مورد علاقه مادر خاگینه تخم مرغهای خودش بود با حلقه های گوجه فرنگی و نان ذرتی که با ریختن ترکیب آرد ذرت آب و نمک داخل روغنی درست میشد که آنقدر داغ شده بود که حباب میداد و کناره های نان را مانند تور ترد و نازک می گرد. مادر می گفت وقتی می گوییم چیزی سرخ شده که صدای ترق ترق برشته شدن آن را از اتاق بشنمید. و کیا در تمام عمرش وقتی بیدار شده بود صدای ترکیدن حباب های خاگینه را شنیده و بوی آرد ذرت داغ را حس کرده بود اما حالا آشپزخانه ساکت و سرد بود و کیا صبحها به سرعت از روی رخت خوابش در ایوان بلند می شد و به سمت طالاب می دوید ما گذشت زمستان از همان زمستان های جنوب آرام آرام داشت به آنجا می آمد. آفتاب مانند یک پتوی گرم شانه های کیا را در خود می گرفت و او را وسوسه می کرد بیشتر در مرداب جلو برود. گاهی اوقات شبها صداهایی میشنید که آنها را نمی شناخت. یا اگر رد و برق خیلی نزدیک بود از جام میپرید اما هر بار در مرداب گیر میکرد این زمین بود که او را در آغوش می گرفت. تا اینکه بالاخره در لحظه پیش نشده دردهایش مانند آبی که لابلای ماسه ها ناپدید شود از میان رفت. البته هنوز درد وجود داشت اما درونی تر شده بود کیا دستش را روی زمین مرتوبی که داشت نفس میکشید گذاشت و مرداب مادرش شد فصل پنجم تحقیقات 1969 بالا زیر آفتابی سمج زنجره ها قیش قیش می کردند. بقیه موجودات زنده از ترس گرما خودشان را پنهان کرده بودند و فقط جنب و جوششان از زیر زمین به گوش می رسید. کلانتر جکسون در حالی که داشت ابرویش را می مالید گفت ورن، اینجا خیلی کار هست، اما به نظر نمی رسه فعلا درست باشه کاری انجام بدیم. همسر چیس و اهالی نمیدونن اون فوت کرده. دکتر ورن مورفی پاسخ داد. من میرم بهشون میگم اد. ازت ممنونم. وانت منو ببر. آمبولانس رو بگو برگرده برای چیس. جو رو با وانت من بفرست اما در این مورد یک کلمه هم با کسی صحبتی نکن. نمیخوام همه اهالی بریزن اینجا. اگه حرفی بزنی این اتفاق میافته. ورن پیش از رفتن مدتی طولانی به چیس خیره شد. طوری که گویی چیزی از دیدش پنهان شده است. او به عنوان یک پزشک باید آن را پیدا می کرد. هوای سنگین مرداب پشت سرشان ایستاده بود و صبورانه منتظر بود نوبتش برسد. اد رو به پسرها کرد و گفت شماها اینجا میمونید. نمیخوام کسی در این مورد تو دهکده وراجی کنه. به چیزی هم دست نزنید. رد پای دیگه هم روی لجن ها بنجی گفت چشم آقا. فکر میکنین یکی چیس و کشته نه؟ چون رد پایی نیست. شاید حلش دادن. من اصلا چنین چیزی نگفتم. این به پلیس مربوط میشه. حالا شما پسرا فقط از سر راه برین کنار و چیزایی که اینجا شنیدین رو تکرار نکنین. کمتر از پانزده دقیقه بعد جو پریدو معاون مرد ریز جستهی با خط ریش زخیم با وانت گشتنی از راه رسید. اصلا باورم نمیشه. جیس مرده؟ اون بهترین بازیکن خط حمله بود که تو این دهکده دیده بودم. اتفاق خیلی بدیه درست فهمیدی خب بیا کارمون رو انجام بدیم تا حالا چی دستگیرتون شده؟ اد از پسرها دور شد خب ظاهرا به نظر میرسه تصادفی بوده از برج افتاده و مرده اما من تا حالا هیچ رد پایی که نشون بده رفته سمت پلکان یا اثری از وجود فرد دیگه ای پیدا نکردم بیا ببینیم میتونیم سر نخی به دست بیاریم که کسی بخواد پنهان کنه. دو مرد قانون ده دقیقه تمام منطقه را جستجو کردند. جو گفت حق با توه. هیچ رد پایی به جز جای پای پسرا نیست. اد گفت آره و هیچ نشونه ای از اینکه کسی رد پایی رو پاک کرده باشه. من اصلا سر در نمیارم. بیا بریم جلو من بعدا روش کار میکنم آنها از جسد موقعیت آن از جراحات سر از نمای نزدیک و از پایی که از جایش در آمده و خم شده بود عکس گرفتند جو جملاتی را که اد میگفت یادداشت کرد وقتی داشتن فاصله جسد را تا رد پاها اندازه می گرفتن، صدای برخورد کناره های آمبولانس را با بوته های زخیم کنار راه شنیدند. راننده پیرمرد سیاه پوستی که چندین دهه مسئولیت حمل افراد مجروح، بیمار، روبه مرگ و اجساد را بر عهده داشت، سرش را به علامت احترام خم کرد و زیر لب اظهار کرد. خب، پس بازوهاش زیاد بالا نمیاد. واسه همین نمیتونم تاشون کنم تو کاور جسد بذارم. باید بلندش کنم سنگینه. جناب کلانتر شما سر آقای چیس رو نگه اونطوری خوبه خدا. تا نزدیک ظهر آنها او را که کاملا پوشیده از گل و لجن بود داخل کاور و پشت آمبولانس گذاشته بودند. از آنجایی که تا حالا دکتر مورفی والدین چیس را از مرگ او با خبر کرده بود اد به پسرها گفت میتوانند بروند خانه و خودش با جو شروع به بالا رفتن از پله هایی کرد که همینطور که به برج رسیدند رفته رفته باریک تر میشدند. همینطور که بالا میرفتند گوشه های گرد دنیا دورتر و دورتر میرفت. جنگل های گرد و انبوه و مرداب خیس از لبه های پله به سمت بیرون گسترده شده بود. وقتی به پله آخر رسیدن جکسون دستهایش را دراز کرد. شبکه مشبک را هلداد داد و باز کرد اما پس از آن که وارد سکوی برج شدند شبکه مشبک را کف سکو خواباند چرا که بخشی از کف بود بخش های چوبی در اثر گذشت زمان پوست پوسته و خاکستری شده بودند. دور تا دور سکو صفحه های مشبک مربع بود که از بینشان پایین دیده میشد و میشد آنها را باز و بسته کرد. به محض اینکه شبکه ها کف سکو قرار می گرفتند می بدون خطری روی آنها راه رفت اما اگر یکی از آنها باز می ماند ممکن بود انسان از ارتفاع 18-19 متری سقوط کند. اد به قسمت دوری از سکو که یکی از صفحه های مشبکش باز بود اشاره کرد. آهای اونو ببین. در حالی که سمتش می رفتن جو گفت معلوم هست چه خبره؟ از آنجا پایین را نگاه کردند. بخشی از گلولایی که به خاطر جسد چیس تغییر شکل داده بود از آنجا معلوم بود. مانند نقاشی هایی که در آن رنگ را روی صفحه می پاشند. خزه و مادهی چسب ناک متمایل به زرد در طرف این پراکنده شده بود. اد گفت این عادی نیست. گاهی اوقات اهالی یادشون میره شبکه بالای پله ها رو ببندن. یعنی وقتی میخوان برن پایین. ما یکی دو بار دیدیم که باز بوده اما بقیه شبکه ها هیچ وقت باز نبوده. اول اینکه چرا باید چیس این یکی رو باز کرده باشه یا هر کس دیگه ای؟ اد گفت مگه اینکه کسی قصد داشته یکی دیگر رو هل بده و بکشه. پس چرا بعدشون رو نبستن؟ چون اگه چیس خودش افتاده باشه نمیتونسته رو ببنده. باید باز میموند که قضیه تصادفی به نظر برسه. اون تیر نگهدارنده رو زیر شکاف ببین، آسیب دیده و شکسته. آره، دیدم. حتما وقتی چیس میافتاده سرش خورده بهش. من از اینجا میرم پایین دنبال خون یا نمونه مو بگردم. چندتی که چوبم جمع میکنم. ممنون جو. چندتا عکس از نزدیکم بگیر من میرم یه تناب میارم که مراقب باشم ما توی یه روز به دو تا جسد تو این کسافت ها نیاز نداریم باید اثر انگشت رو هم روی این شبکه شبکه کنار پله و روی نرده ها بررسی کنیم و هر چیزی که ممکنه کسی بهش دست زده باشه و هر تار مویارشته ای که موجود باشه بیشتر از دو ساعت بعد آنها آنقدر قوز کرده و خودشان را به یک طرف خم کرده بودند که داشتند پشتشان را کش می دادند. اد گفت نمی بگم یه بازی کثیف بوده. هنوز خیلی زوده. در زم نمی فکر کنم کسی بوده که می خواسته چیس و بکشه. معاونش گفت خب اما من میگم کسایی هستن. مثلا کی؟ از چی حرف میزنی؟ دست بردار اد. تو میدونی چیس چطوری بود؟ مثل گربه نر و گاو نر همش بیرون بود. قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، با دخترای مجرد و زنای متعهل. من دیدم که سگای حوسباز تو مهمونی های سگی بهتر از اون رفتار میکنن. نه بابا، دیگه اونقدران بد نبود. درسته به چشم چرونی معروف بود اما فکر نمی کنم تو این شهر کسی به این خاطر مرتکب قتل بشه. جو گفت من فقط می بگم کسایی بودن که دوستش نداشتن. مثلا یه شوهر حسود. باید یه کسی بوده که چیس اونو میشناخته یه کسی که همه ما می شناسیمش. بعید چیس با یه غریبه از اینجا بالا رفته باشه. مگر اینکه به کسی بیرون این دهکده تا خرخر مقروز بوده باشه. یه چنین چیزی که ما اطلاعی ازش نداشته باشیم. و یه مردی اونقدر قوی بوده باشه که چیس اندروز رو تا این بالا هولش بده. کار ساده ای نیست؟ جو گفت من همین الانم میتونم یکی دو نفر رو مثال بزنم که میتونن این کار رو بکنن. فصل ششم یک قایق و یک پسر 1952 یک روز صبح پدر صورتش را اصلاح کرد و پیراهن چروکی را که از بالا تا پایین دگمه میخورد پوشید. به آشپزخانه آمد و گفت با مترو به آشفیل می رود که در مورد بعضی چیزها با ارتش صحبت کند. گفت معلولیتش بیش از اندازه است که تایید شده و میخواهد برود به آن رسیدگی کند و تا سه چهار روز بر نمی گردد. او هیچ وقت در مورد کارهایش به کیا توضیح نمیداد. نمی گفت کجا می رود و کی بر می گردد. برای همین کیا که با شلوار پیشبندی که برایش خیلی کوتاه بود آنجا ایستاده بود به او خیره شد و ساکت ماند. وقتی داشت در ایوان را محکم پشت سرش میبست گفت گمونم ایطور که معلومه تو کرولالی. کیا او را نگاه کرد که میرفت و پای چپش به پهلو و بعد به جلو می چرخید. انگشت های کیا به هم گره خورد. شاید قرار است همهشان یکی یکی از این کوچه پایین بروند و او را تنها بگذارند. وقتی پدر به جاده رسید و به طور غیرمنتظره پشت سرش را نگاه کرد کیا دستش را بلند کرد و محکم برایش تکان داد تلاشی بود برای آنکه او را نگه دارد پدر هم دستش را بلند کرد و سریع و بی تفاوت خداحافظی کرد اما به هر حال یک کاری انجام داد. بیشتر از کاری بود که مادر انجام داده بود. کیا از آنجا به طرف طالاب رفت که زیر نور اول صبح خورشید صدها بال سنجاقک در آن میدرخشید بلوتها و بوته های انبوه اطراف آب را پر کرده و آن را مانند قار تاریک کرده بودند کیا وقتی قایق پدر را دید که آنجا شناور است ایستاد اگر او با آن به مرداب می رفت و پدر متوجه می شد کمربندش را روی او بلند می کرد یا اینکه پارویی را که کنار در ایوان نگه می داشت و جودی به آن چوب خوش آمدگویی می گفت بر می داشت. احتمالا شوق زیادش برای آنکه به مرداب برود او را سمت قایق کشاند. قایق فلزی کج و کوله و تحصافی که پدر از آن برای ماهیگیری استفاده میکرد. کیا همیشه با جودی با آن بیرون رفته بود. گاهی اوقات او اجازه میداد کیا پارو بزند. کیا حتی راه ورود به بعضی از کانالهای تو در تو و دهانه رودهایی که در مسیر آب و خشکی یا خشکی و آب قرار داشتند و در نهایت به دریا میریختند را میدانست. چرا که با وجود آنکه اقیانوس درست آن سوی درختان بود و کلبه را احاطه کرده بود تنها راه رفتن با قایق آن بود که در جهت مخالف که با خشکی احاطه شده بود برود و میان کیلومترها مسیر مارپیچی که سرانجام دوباره به دریا می رسید دور بزند اما چون فقط هفت سال داشت و دختر بود هیچ وقت خودش قایق را بیرون نیاورده بود. حالا قایق همونجا شناور بود و با تنابی به یک کنده درخت بسته شده بود. کف قایق پر بود از گلولای خاکستری، لوازم ماهیگیری کهنه و قوتیهای آبجوی نیمه مچاله. کیا وقتی داشت داخل قایق قدم میگذاشت بلند گفت باید مثل اون که جودی گفت بنزینش رو نگاه کنم که پدر نفهمه بردمشت. یک نیه شکسته داخل باک بنزین فرو کرد. نه، فکر کنم یک کم سوارش بشم نمیفهمه. مانند یک دزد حرفه اطرافش را نگاه کرد. بعد تناب را از کنده باز و با یک پارو حرکتش را شروع کرد. مقابلش دسته آرام سنجاقکها ها متفرق شد. او که نمی توانست مقاومت کند تناب استارت را کشید و وقتی همان بار اول موتور روشن شد آن را رها کرد. موتور پت پت کرد و دود سفیدی بیرون داد. تیغه سکان را گرفت و آن را کاملا چرخاند. قایق به سرعت چرخید و موتور صدای بلندی داد. سکان را رها کرد دستهایش را بالا برد و قایق با صدای آرام به راحتی به حرکت درآمد وقتی به مشکلی برخوردی رهاش کن هیچ کاری انجام نده حالا که آرامتر جلو میرفت قایق را با صدای پات پات پاتش دور یک سر و سال که افتاده بود و پشته چوبهایی که خانه یک سگ آبی بود هدایت کرد. سپس در حالی که نفسش را حبس کرده بود قایق را به طرف ورودی طالاب که تقریبا زیر بوته ها مخفی شده بود راند. همانطور که زیر شاخه های درختان قول پیکری که به طرف پایین آویزان شده بودند شناور بود به همان آسانی که لاک پشت ها از روی آب سر میخورند میان درختزار انبوهی که بیش از 90 متر طول داشت آهسته پیش میرفت. سطح شناوری از خزه مانند سقفی پربرگ آب را رنگامیزی کرده و تونلی زمردین پدید آورده بود. سرانجام درختها از هم جدا شدند و او به مکانی با آسمان پهناور علف هایی که میشد لمسشان کرد و صدای قارقار قار پرندگان رسید با خودش فکر کرد این منظره است که وقتی جوجه ای تخمش را می شکند، با آن رو برو می شود. کیا خوشخوشک می راند. دختر خیلی کوچکی در قایق که وقتی مقابلش دهانه رودها منشعب و در هم پیچیده میشدند این طرف و آن طرف میپیچید. جودی گفته بود توی تمام پیچا کامل بگیر سمت چپ. به ندرت به تیغه سکان دست میزد و قایق را به جریان آب سپرده بود. اینطوری صدای کمی تولید می کرد. وقتی از میان انبوهی از نیها عبور می کرد، یک گوزن دم سفید و بچهش که زمان تولدش زودتر از بهار گذشته نبود به آب زبان می زدند. سرهایشان تکان می خورد و قطرهای آب به هوا می پاشید. کیا توقف نکرد؟ آنها هم فرار نکردند. درسی که او از تماشای بوغلمون های وحشی گرفته بود این بود که اگر تو مانند شکار چی رفتار کنی آنها هم مانند شکار رفتار خواهند کرد. فقط آنها را نادیده بگیر و آهسته راحت را ادامه بده. کیا به راهش ادامه داد و گوز مانند یک درخت کاج بی حرکت ایستاد تا اینکه او پشت علف های آب شور ناپدید شد. کیا وارد مکانی شد با طالاب های تاریک میان درخت های بلود. در فاصله دور کانالی را که از دهانه عظیم یک رود جاری می شد به خاطر سپرده بود. چندین بار به بنبست رسید و ناچار شد برگردد و از مسیر دیگری بپیچد تمام نشانه ها را در خاطرش نگه می داشت تا بتواند برگردد سرانجام دهانه رود مقابلش ظاهر شد آبش آنقدر وسعت داشت که تمام آسمان و ابرهایش را در بر گرفته بود. امواج داشتند عقب نشینی می کردند. از خط آب ساحل فهمید. سطح آب پایین خواهد رفت. از حالا به بعد هر زمان آب عقب نشینی می کرد بعضی از کانال ها عمقشان را از دست می دادند و او به گل می نشست و گیر می کرد. باید پیش از آن بر می گشت. وقتی داشت انبوهی از علف های بلند را دور می زد ناگهان اقیانوس با چهره خاکستری جدی و مواج به او اخم کرد. موجها به یکدیگر ضربه می زدند. قوتور با قرشی بلند در هم می شکستند و در صدد کسب انرژی برای رسیدن به ساحل بودند. سپس به کفی بی صدا و هموار تبدیل و منتظر موج بعدی می شدند. امواج او را ریشخند می کردند و میخواستند اگر جرأتش را دارد آنها را بشکند و وارد دریا شود. اما او بدون جودی شهامتش را از دست داده بود. به هر حال وقت آن بود که برگردد. در غرب آسمان رد و برق تشکیل میشد و شکل قارچ های خاکستری را به نمایش میگذاشت که آنقدر باد کرده بودند که میترکیدند بعید بود آنجا حتی در فاصله دور انسانی یا حتی قایقی پیدا شود. برای همین وقتی دوباره وارد دهانه وسیع رود شد از اینکه آنجا نزدیکش کنار علفهای باطلاق پسری داشت روی قایق درب و داغان دیگری ماهیگیری میکرد تعجب کرد مسیری که کیا در آن قرار داشت با پسر حدود 6 7 متر بیشتر فاصله نداشت. حالا دیگر کیا به طور کامل ظاهر یک بچه مرداب را پیدا کرده بود. موهایش در باد گره خورده بود و گونه های خاکالودش را باد خط انداخته بود. کم بودن بنزین و تهدید طوفان هیچ کدام او را به اندازه دیدن شخصی دیگر به خصوص یک پسر عصبی و دست پاچه نکرده بود. مامان به خواهرهای بزرگتر کیا گفته بود مراقب پسرها باشند. اگر ظاهرتان اقوا کننده باشد مردها به شکارچی تبدیل می شوند. در حالی که لب پایینش را میگزید با خودش فکر کرد که باید چیکار کنم؟ باید درست از کنارش رد بشم. از گوشه چشمش دید که او لاغر است و موهای مجعد طلاییش زیر کلاه قرمز رنگ بیسبال قلمبه شده است. از کیا خیلی بزرگتر بود. یازده شاید دوازده سال داشت. وقتی کیا داشت به او نزدیک می شد چهرش خشن بود. اما او به کیا لبخند زد. گرم، گشاد رو و مانند آقای متشخصی که به زنی زیبا با لباس شب و کلاه سلام می کند. لبه کلاهش را لمس کرد. کیا سرش را کمی تکان داد. سپس همانطور که سرعتش را زیاد کرده بود و از کنار اون میگذشت مقابلش را نگاه کرد. حالا تنها چیزی که می توانست به آن فکر کند این بود که از مسیری که برایش آشنا بود برگردد. اما حتما جایی را اشتباه پیچیده بود. زیرا وقتی به دومین پیچ تالاب رسید نتوانست مسیری را که به خانه منتهی میشد شد پیدا کند. میان تنه درخت های کاج و بوته های مرد چرخید و چرخید و جستجو کرد. آرام آرام ترسی در وجودش رخ نکرد. حالا تمام علف ها، ماسزار ها و پیچ ها مانند هم به نظر می رسیدند. موتور را خاموش کرد و صاف وسط قایق ایستاد. پاهایش را باز نگه داشته بود تا تعادلش را حفظ کند و تلاش میکرد آن سوی نیها را ببیند اما نمیتوانست. نشست. گم شده بود. بنزینش کم بود و طوفان داشت نزدیک میشد جملات پدرش را کش رفت و برای اینکه برادرش او را ترک کرده به او ناسزا گفت. لعنت به تو جودی کسافت نکبت تو کسافت نکبتی همانطور که قایق روی جریان آرام آب پیش می رفت هق, هق گریه کرد ابرها که از آفتاب پیشی گرفته و زمین را تصاحب کرده بودند بالای سرش سنگین اما بی صدا حرکت می کرد. آسمان را حل می دادند و سایه ها را روی آب درخشان دنبال خود می کشیدند. هر لحظه ممکن بود طوفان اتفاق بیفتد. گرچه بدتر از آن این بود که اگر زیاد اینجا معطل میشد پدر میفهمید قایق را برداشته است آهسته پیش رفت شاید می آن پسر را پیدا کند پس از چند دقیقه سرگردانی به پیچی رسید که مقابلش دهانه یک رود بزرگ بود و سمت دیگرش آن پسر در قایق ها به پرواز درآمدند و مقابل ابرهای خاکستری که داشت به حجم آنها اضافه میشد خطی از پرچمهای سفید تشکیل دادند چشمهایش همانطور به پسر خیره شد هم می ترسید نزدیک برود هم می ترسید نرود بالاخره قایق را به سمت دیگر دهانه رود هدایت کرد وقتی نزدیک شد پسر سرش را بلند کرد گفت سلام کیا پشت سر پسر به نیها نگاه کرد و گفت سلام پسر پرسید کدوم طرف می امیدوارم نخوای بری بیرون داره طوفان میشه کیا همانطور که سرش را پایین انداخته بود و به آب نگاه میکرد گفت نه تو خوبی بغز گلویش را فشرد سر تکان داد اما نتوانست صحبت کند گم شدی دوباره سرش را بالا و پایین برد قرار نبود مثل دخترها گریه کند خب باشه اشکالی نداره من دائم گم میشم و لبخند زد آها من تو رو میشناسم تو خواهر جودی کلار کی قبلا بودم اون رفته خب تو هنوزم خواهرشی کیا نگاهی مستقیم و کوتاه به چشمهای او انداخت تو چطوری منو میشناسی من چند بار با جودی رفتم ماهیگیری یکی دو بار تو رو دیدم اون موقع یه بچه کوچولو بودی تو کیایی درسته؟ کسی پیدا شده بود که نام او را می دانست. جا خورده بود. احساس می کرد به چیزی گرفتار و از چیز دیگری رها شده است. آره تو خونه منو می شناسی از اینجا؟ پسر رو به ابرها سرتکان داد فکر کنم بشناسم گرچه خیلی وقت پیش بود قلابش را بیرون کشید وسایلش را داخل جعبه ریخت و موتور را روشن کرد دنبالم بیا وقتی وارد دهانه رود میشد دست تکان داد و کیا پشت سرش رفت پسر در حالی که به آرامی پیش می رفت مستقیم سمت مسیر درست رفت و پشت سرش را نگاه کرد که مطمئن شود کیا پیچیده و به راهش ادامه می دهد. این کار را تا تالا به درختان بلوط در هر پیچی انجام داد. وقتی داخل آبراه تاریکی که سمت خانه رفت پیچید کیا متوجه شد کجا را اشتباه رفته بود. مطمئنا دیگر هرگز آن را اشتباه نمی کرد. حتی پس از آنکه کیا دست تکان داد که راه را بلد است، پسر او را تا تالاب خانهشان و ساحلی که کلبه داخل جنگلش قرار داشت همراهی کرد. کیا قایق را سمت کاج پیری که اطرافش را آب گرفته بود راند و آن را به درخت بست. پسر از قایق او دور شد و در جهت مخالف روی موجها شروع به بالا و پایین کرد. حالا خوبی؟ آره. خب طوفان داره نزدیک میشه. من دیگه باید برم. کیا سرتکان داد. سپس به یاد آورد که مادر به او چه چیزی یاد داده بود. متشکرم. خیلی خوب. اگه دوباره منو دیدی اسمم تیته. کیا پاسخی نداد. برای همین او گفت فعلا خدافز. وقتی پسر داشت میرفت رفت قطرهای باران آرام روی ساحل تالاب ریخت. کیا گفت می خواد بارون شلاقی بباره. پسر تو بارون خیس آب میشه. روی باک بنزین خم شد و میله اندازگیریش را که تکه نی بود داخل آن فرو کرد. دستهایش را روی لبه باک گذاشته بود که باران داخلش نریزد. شاید نمی توانست سکه ها را بشموند اما خیلی خوب میدانست که نباید بگذارد آب وارد باک بنزین شود. خیلی کم شده. پدر میفهمه. باید قبل اینکه پدر برگرده یه پیت خالی ببرم سینگ اویل. او میدانست آقای جانی لین صاحب پمپ بنزین همیشه خانواده او را زباله مرداب خطاب می کند. اما تحمل کردن او طوفان و امواج ارزشش را داشت چرا که حالا تنها چیزی که کیا می توانست به آن فکر کند برگشتن به مکانی بود که در آن علف، آسمان و آب وجود داشت. او تنهایی می ترسید اما از هیجان زیر لب زمزمه می کرد. چیز دیگری هم بود. آرامش پسر. کیا هیچ وقت کسی را که اینقدر قرص و محکم باشد و اینقدر مطمئن و بی تکلف ندیده و با او صحبت نکرده بود. فقط بودن در کنار او با اینکه زیاد هم نزدیکش نبود اندوهش را برطرف کرده بود. برای اولین بار از وقتی مادر و جودی رفته بودند او بدون درد نفس میکشید و چیزی جز آزردگی را حس می کرد. او به آن قایق و آن پسر نیاز داشت. همان روز بعد از ظهر تیت واکر در حالی که فرمان دوچرخش را گرفته بود و در شهر قدم میزد به دوشیزه پنسی در ارزان فروشی سرتکان داد. از نمایشگاه اتومبیل گذشت و کنار اسکله شهر رفت. برای پیدا کردن چری پای قایق سید میگوی پدرش دریا را از نظر گذراند و رنگ قرمز روشن و گوشه های پهن تور آن را که پر و برآمده شده بود در دور دست تشخیص داد. همانطور که قایق با همراهی انبوهی از مرغان دریایی نزدیک میشد او برای پدرش دست کنداد داد و پدر که مردی درشت هیکل و چهارشانه با مو و ریش قرمز پرپشت بود و همه در دهکده او را اسکاپر صدا میزدند دستش را در هوا بلند کرد. تناب را به سمت تیت پرتاب کرد و او آن را به جایی محکم بست. سپس روی عرشه پرید تا در تخلیه سید به خدمه کمک کند. اسکاپر به موهای تیت دست کشید. چه خبرها پسر؟ ممنون که اومدی؟ تیت لبخند زد و سرتکان داد. خواهش میکنم. آنها همراه خدمه سرگرم ریختن میگوها داخل جعبه شدند. خدمه بلند بلند در مورد نوشیدنی که میخواهند در کافه سفارش بدهند صحبت میکردند و از تیت در مورد مدرسهاش میپرسیدند اسکاپر که به اندازه یک وجب از بقیه بلندتر بود خم میشد و هر بار با سه جعبه بالا میآمد آنها را روی اسکله چوبی حمل می کرد و بر می گشت که باز هم بیاورد. دستهایش بزرگ بودند و بند انگشتهایش ترک خورده و قاچ قاچ. در کمتر از چهل دقیقه عرشه، شسته، تورها بسته و تنابهای قایق محکم شده بود. او به خدمه گفت یک روز دیگر با آنها به کافه خواهد رفت. چون باید پیش از رفتن به خانه تنظیم موتور انجام بدهد. در اتاق سکان صفحه میلیزا کورجوس را در گرامافونی که روی کانتر محکم شده بود گذاشت و صدایش را زیاد کرد. او و تیت پایین رفتند و خودشان را جمع کردند که بتوانند وارد موتورخانه شوند. آنجا تیت ابزار را به پدرش میداد و او زیر نور ضعیف یک لامپ قطعات را روغنکاری و پیچها را سفت می کرد. تمام مدت صدای خوشاهنگ اپرا تا آسمان اوج می گرفت. وقتی جد پدر بزرگ اسکاپر در دهه 1760 داشت از اسکاتلند مهاجرت می کرد. کشتیش در سواحل شمال کارولینا غرق شد و او که تنها بازمانده بود به طرف ساحل شنا کرد. در خارجی ترین ساحل مستقر شد. همسر پیدا کرد و صاحب سیزده بچه شد. تعداد زیادی از آنها توانستند ارتباطشان را با ریشهشان یعنی همان آقای واکر دنبال کنند اما اسکاپر و تیت بیشتر با خودشان بودند و برخلاف وقتی که مادر و خواهر تیت هنوز آنجا بودند بیشتر یک شنبه ها در پیکنیکی که بستگانشان به صرف سالاد مرغ و تخم مرغ شکمپر برگزار می شرکت نمی سرانجام وقتی غروب خاکستری از راه رسید اسکاپر به شانه تیت زد و گفت همش تموم شد بیا بریم خونه شام آماده کنیم. از اسکله خارج شدند. از خیابان اصلی پایین رفتند و وارد خیابان پرپیچ و خم خانه شدند. خانه ای دو طبقه که در دهه 1800 از الوار درخت ستر ساخته شده و نمای آن به مرور زمان تغییر رنگ داده بود. چارچوب سفید پنجره ها تازه رنگ شده بود. و چمنهایی که تقریبا تا دریا ادامه داشتند مرتب و کوتاه بودند اما آزالیاها و بوته های روز کنار خانه میان علف های هرز شرایط خوبی نداشتند. اسکاپر که داشت پوتین های زردش را در کفشکن در می آورد پرسید. از همبرگر خسته شدی؟ نه من هیچ وقت از همبرگر خسته نمیشه. تیت پشت پیشخان آشپزخانه ایستاد. گلوله هایی از گوشت بر می داشت. آنها را نازک می کرد و داخل بشقاب می گذاشت. مادر و خواهرش کریان که هر دو در عکسی که روی دیوار کنار پنجره بود کلاه بیسبال سرشان گذاشته بودند و به او لبخند می زدند. کریان عاشق آن کلاه بود و آن را همه جا سرش می گذاشت. چشم از آنها برداشت و شروع به حلقه کردن سیب زمینی و هم زدن لوبیاهای پخته کرد. اگر به خاطر او نبود، آنها الان اینجا بودند. مادرش داشت جوجه کباب میکرد و کریان داشت نانها را تقسیم میکرد. اسکاپر مثل همیشه همبرگرها را کمی زیاد سرخ کرد. اما داخلشان آبدار بود و زخامتشان به زخامت دفتر تلفن یک شهر کوچک می رسید. هر دو گرسنه بودند. مدتی در سکوت غذا خوردند و بعد اسکاپر از تیت در مورد مدرسهش پرسید. زیستشناسی خوبه. ازش خوشم میاد. اما سر زنگ انگلیسی شعر کار می کنی. نمی نمیتونم بگم خیلی دوستش دارم. هر کدوم از ما باید یه شعر رو بلند بخونیم. تو یه شعری میخوندی اما من یادم نمیاد چی بود. اسکاپر گفت میدونم کدوم شعر رو میگی پسر. شعر مورد علاقم بود. سوزوندن جسد سمگی اثر رابرت سرویس. براتون میخوندمش. مامانت خوشش میومد. هر بار میخوندمش میخندید. هیچ وقت دلشو نمیزد. تیت با یادآوری مادرش سرش را پایین انداخت و شروع کرد به چرخاندن لوبیاهای داخل بشقابش اسکاپر ادامه داد فکر نکن شعر فقط برای بچه سوسولاست درسته شعرهای عاشقانه پرسوز و گداس هست اما شعرهای خندهدارم هست خیلی از شعرها در مورد طبیعت یا حتی جنگه. هدف اصلی شعر اینه که تو چیزی رو درک کنی. پدرش بارها به او گفته بود مرد واقعی کسی است که بدون آنکه خجالت بکشد گریه کند شعر حفظ باشد اپرا را با روحش حس کند و برای دفاع از یک زن هر کاری لازم است انجام بدهد اسکاپر همانطور که به اتاق نشیمن میرفت سرش را برگرداند و گفت من بیشترش و حفظ بودم دیگه فراموشش کردم اما این قسمتش رو برات میخونم پشت میز نشست و شروع به خواندن کرد وقتی به این قسمت رسید آنجا سم نشسته بود سرد و ساکت میان خروش کوره و لبخندی به لب داشت که از یک کیلومتری دیده میشد و میگفت لطفا در رو ببندید. اینجا خوبه اما خیلی میترسم شما بذارین سرما و طوفان بیاد تو. از وقتی پلامتری توی تنسی اومدم بیرون این اولین بار گرم شدم. با تیت خندیدند. مادرت همیشه تو این قسمتش میخندید. با این یادآوری لبخند زدند. لحظه همینطور آنجا نشستند. بعد اسکاپر گفت میرود تا تیت تکالیفش را انجام می دهد ظرف ها را بشوید. تیت وقتی داشت در اتاقش در یک کتاب شعر دنبال شعری میگشت که در کلاس بخواند شعری از توماس مور پیدا کرد آن دختر به دریاچه دیسمال سوام رفته جایی که تمام شب کنار نور یک کرم شبتاب در قایق سفیدش پارو میزند و به زودی نور کرم شبتابش را خواهم دید و به زودی صدای پارویش را خواهم شنید و من آن زن جوان را در درخت سروی پنهان خواهم کرد وقتی صدای پای مرگ نزدیک شود این جملات او را یاد کیا خواهر کوچک جودی انداخت که به نظر می رسید میان وسعت باطلاق خیلی کوچک و تنها باشد. مجسم کرد خواهر خودش آنجا گم می شد. پدرش درست می گفت. شعر باعث می شد آدم چیزی را درک کند. فصل هفتم فصل ماهیگیری 1952 آن شب پس از آنکه پسر ماهیگیر در مرداب راه خانه را به کیا نشان داد کیا روی رخت خوابش چهار زانو نشسته بود و قطرهایی از باران تند بیرون از شیشه وصل پینه ایوان به صورتش میخورد. به پسر فکر میکرد. مهربان بود اما قوی مانند جودی. تنها کسی که کیا گاه گاهی با او صحبت می کرد پدر بود. کمتر از او خانم صندوقدار پیگلی ویگلی و خانم سینگل تری که اخیرا مسئولیت آموزش تفاوت میان سکه 25 سنتی، 5 سنتی و 10 سنتی را به کیا به عهده گرفته بود. کیا خودش سکه یک سنتی را می شناخت. اما خانم سینگل تری گاهی فضولی هم می کرد. عزیزم حالا اسمت چیه؟ چرا دیگه مامانت نمیاد؟ وقتی شلقما جوونه زدن از اون موقع ندیدمش. مامان خیلی کار داره. واسه همین منو میفرسته مغازه. آها. عزیزم ولی تو هیچ وقت اونقدری نمیخری که به خونوادت برسه. میدونین خانوم من باید برم. مامانم همین الان این بلغورا رو میخواد. کیا هر وقت امکانش بود از صندوق دیگری استفاده می کرد که با خانم سینگل تیری روبرو نشود. صندوقدار دیگر به چیزی علاقه نشان نمیداد جز این که به بچه ها بگوید نباید پا به رهنه بیایند فروشگاه. به فکرش رسیده بود به آن خانم بگوید قصد ندارد با انگشت های پایش انگور بردارد. تازه اصلا چه کسی می توانست پول انگور بدهد؟ کیا به تدریج کمتر با دیگران و بیشتر با مرغان دریایی صحبت می کرد. نمیدانست میتواند با پدر به توافق برسد و از قایقش استفاده کند یا نه اگر تا انتهای مرداب میرفت میتوانست پر و صدف جمع کند شاید گاهی هم آن پسر را میدید او هیچ وقت دوستی نداشت اما می توانست درک کند که داشتن دوست چه فایده ای دارد. آنها می توانستند قایق رانی کنند و زمین های باطلاقی را کشف کنند. شاید او فکر می کرد کیا بچه کوچولوست اما در عوض راه مرداب را بلد بود و ممکن بود به کیا هم یاد بدهد. پدر اتومبیل نداشت. او از قایق برای ماهیگیری رفتن به دهکده و طی کردن مسیر مرداب تا سوام گینا استفاده می کرد که بار و محل قمار بود و پیاده روی فرسوده ی تخت کوب داشت و دور تا دورش گیاه لوی رویده بود. ساختمانش از الوار نامنظم و سقفش از حلبی ساخته شده بود. هر جا خالی مانده بود تکی به آن وصل کرده بودند. کف آن هم بسته به اینکه ارتفاع ستون آجوری از مرداب چقدر بوده سطح ناهمواری داشت. پدر به آنجا یا هر جای دیگر با قایق می رفت و به ندرت پیاده گز می کرد. پس چرا باید آن را به او قرض می داد؟ اما قبلا وقتی خودش نبود به برادرهای کیا اجازه میداد از آن استفاده کنند. شاید علتش این بود که آنها برای شام ماهی می گرفتند. کیا به ماهیگیری هیچ علاقه ای نداشت. اما شاید می توانست معامله دیگری انجام دهد. فکر کرد این تنها راه ارتباط برقرار کردن با پدر است. شاید راهش آشپزی بود. و رسیدگی بیشتر به خانه تا مادر برگردند. باران کم شده بود. قطره هایی اینجا و آنجا میافتاد و برگی را مانند گوش گربه تکان میداد. کیا خم شد؟ یخچال کمد را تمیز کرد و کف پوش کثیف آشپزخانه را طی کشید. سپس، بلغورهایی را که از ماهها پیش روی اجاق هیزومی ریخته و سفت شده بود تراشید. فردا صبح زود ملافه های پدر را که بوی تعفن عرق و ویسکی میداد شست و آنها را روی نخل های مرداب آویزان کرد. وارد اتاق برادرهایش شد که چندان بزرگتر از یک کمد نبود. آنجا را هم گردگیری و جارو کرد. جوراب‌های های کسیف پشت کمد تلمبار شده بود و کتاب های تنز زرد شده کنار تشک های لکدار و کثیف روی زمین پخش و پلا بود. کیا سعی کرد چهره پسرها و پاهایی را مجسم کند که با این جوراب‌ها ها راه می رفتند. اما جزئیات در نظرش مبهم بود. حتی چهره جودی هم داشت محو می شد. یک لحظه چشم های او را دید اما آنها هم از دست رفتند و بسته شدند. صبح روز بعد در حالی که یک پیت چهار لیتری در دست داشت از راه ماسهی به پیگلی رفت و کبریت دنده گوسفند و نمک خرید. ده سنت پسانداز کرد. نمیتونم شیر بگیرم. باید بنزین بگیرم. مقابل پمپ بنزین سینگ اویل ایستاد. پمپ بنزین خارج بارکیلیکو میان درخت های کاج قرار داشت و دور تا دور آن روی زمین سیمانی پر از وانت فرسوده و اتومبیل قرازه بود که کنار هم پارک شده بودند. آقای لین کیا را دیده بود که به آنجا نزدیک می شود. از اینجا برو مرغ گدای کوچولو آشغال مرداب من پول نقد دارم آقای لین برای قایق پدر بنزین و روغن میخوام دو سکه ده سنتی دو سکه پنج سنتی و پنج سکه یک سنتی مقابل او گرفت این یه قرون دوزار ارزش دردسر نداره ولی بیا اینجا اونو بده دستش را دراز کرد و پیت چهار گوش کج و کوله را گرفت. کیا یک بار دیگر از آقای لین که باز هم داشت قور میزد تشکر کرد. هر یک کیلومتری که راه می رفت وزن خریدها و بنزین بیشتر می شد. برای همین مدتی طول کشید به خانه برسد. سرانجام در سایه تالاب پیت را داخل باک ریخت و قایق را با کهنه و ماسه خیز تمیز کرد تا اینکه فلز آن از زیر چرک و کسافت نمایان شد از روز چهارمی که پدر رفته بود او گوش به زنگ شد. تا نزدیک غروب وحشتی بیرحم وجودش را فرا گرفته و او را به نفس نفس زدن انداخته بود. او باز هم اینجا بود و به انتهای کوچه خیره شده بود. با وجود آنکه پدر آنقدر بد جنس بود کیا نیاز داشت که او برگردد. سرانجام همان شب او برگشت و مسیر ماسه ای را طی کرد. کیا به آشپزخانه دوید و غذایی را که با برگ خردل پخته دنده گوسفند و بلغور درست کرده بود روی میز گذاشت. نمیدانست چطور سس گوشت درست کند برای همین آب دنده ها را که تکه های سفید چربی روی آن شناور بود داخل شیشه خالی مربا ریخته بود بشقاب ها پر و متفاوت بودند اما او همانطور که مادر یادش داده بود چنگال را سمت چپ گذاشت و کارد را سمت راست. سپس مانند لکلکی که وسط جاده زیر گرفته و کشته شده باشد به یخچال چسبید و منتظر ماند. پدر در ورودی را چنان محکم باز کرد که به دیوار کوبیده شد و بدون آنکه کیا را صدا کند یا به آشپزخانه نگاهی بیاندازد از اتاق نشیمن با سه قدم خود را به اتاق خوابش رساند. این عادی بود کیا شنید که کیسهاش را روی زمین گذاشت و کشوها را باز کرد. حتما متوجه رخت خوابهای تر و تمیز و کف پوش تمیز شده بود. اگر چشمهایش متوجه تفاوت نمی شدن، بینیش که می شد. یکی دو دقیقه بعد بیرون آمد. یک راست به آشپزخانه رفت و به میز چیده شده و کاسه غذایی که بخار از آن بلند میشد نگاه کرد. کیارا را دید که جلوی یخچال ایستاده است. آنها طوری به هم خیره شدند که گویی هرگز یکدیگر را ندیدند. ای دختر قوی اینا چیه؟ انگاری تو دیگه بزرگ شدی؟ آشپزی و اینا؟ او لبخند نمیزد اما چهرهش آرام بود. صورتش را اصلاح نکرده بود و موهای تیره نشستش روی شقیقه چپش ریخته بود. اما خون سرد بود. کیا نشانه های آن را میدانست. بله آقا، نون زورت هم درست کردم، اما هنوز توفره. آها، خب تشکر. این یه دختر خوب قویه. من داغونم و مثل خوکی که تو گلا دست و پا زده گشنم. یکی از سندلی ها را عقب کشید و نشست. پس کیا هم همین کار را کرد. در سکوت بشقابشان را پر کردند و گوشت رشته رشته رشت را از استخانی که مقدارش زیاد نبود جدا کردند. پدر یکی از استخانها را برداشت و به دهان برد. آب چرب آن روی گونه های ریش دارش برق میزد. آنقدر استخوان ها را جوید که مانند روبان ابریشمی صاف شدند. گفت: اینجا این بهتر از ساندویچ گل کلم سرده. کاش نون ها پخته بود. شاید باید جوش شیرینش رو بیشتر میریختم تخم مرغا رو کمتر. کیا باور نمیکرد دارد این طور صحبت می کند اما نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. مادر خیلی خوب درست می کرد اما فکر کنم من به ریز کاریش زیاد دقت نکردم. سپس با خودش فکر کرد نباید در مورد مادر صحبت می کرد. برای همین ساکت شد. پدر بشقابش را به طرف کیا هل داد. یه ریز دیگه هست؟ بله آقا زیاد هست یک کم از اون نون ذرتم بذار تو آبش کمک کنه آبشو بکشه بالا شرط میبندم اون نون خیلی خوبه مثل نون ذرت راستکی نرم کیا در حالی که داشت بشقاب او را پر میکرد با خودش خندید چه کسی فکرش را می کرد نان ذرت وسیله‌ای برای برقراری ارتباط باشد اما حالا که فکرش را میکرد نگران بود که اگر بخواهد برای استفاده از قایق اجازه بگیرد او فکر کند آشپزی و نظافت کرده که فقط چیزی بخواهد. البته اولش واقعا همینطور هم بود اما حالا کمی متفاوت به نظر می رسید. کیا دوستاش پشت میز بنشینند و مانند یک خانواده غذا بخورند. نیاز شدیدی به این داشت که با کسی صحبت کند برای همین به اینکه قایق را به تنهایی استفاده کند اشاره نکرد در عوض پرسید: من میتونم بعضی وقتا باهات بیام ماهی گیری پدر بلند خندید اما خندش مهربان بود از وقتی مادر و دیگران رفته بودند، اولین بار بود که میخندید. که تو هم میخوای بری ماهی گیری؟ بله آقا میخوام. پدر همانطور که به بشقابش نگاه میکرد و استخوان میجوید گفت تو دختری؟ بله آقا من دختر تو هم. باشه شاید بعضی وقتا تونستم ببرمت بیرون. صبح روز بعد وقتی کیا کچ کج از مسیر ماسهی پایین می رفت دستهایش را باز کرده بود. لبهایش را خیس می کرد و در حالی که آب دهانش را می پاشید صداهایی در می آبرد. در ذهنش می توانست برود در مرداب قایق رانی کند و دنبال لانه پرنده ها بگردد. سپس بالا برود و بال در بال اقاب ها پرواز کند. انگشتهایش به پرهای بلند تبدیل شدند که در پهنای آسمان از هم باز می شدند و زیر پایش صدای باد می آمد. سپس ناگهان با صدای پدر که از قایق با فریاد او را صدا می کرد به سرعت به زمین برگشت. بالهایش افتادند و دلش شور زد. حتما فهمیده بود کیا از قایق استفاده کرده. از همین حالا می توانست ضربه پارو را روی پشت و پاهایش حس کند. میدانست چطور پنهان شود. منتظر بماند تا او مست کند و هرگز پیدایش نکند. اما دیگر از کوچه خیلی پایین رفته بود. پدر کامل به او دید داشت و با قلاب ماهیگیری و پارویش ایستاده و او را زیر نظر گرفته بود که پیشش برود. کیا جلو رفت. ساکت و وحشت زده بود. لوازم ماهیگیری همه جا پخش و پلا بود و بطری ویسکی ذرت از زیر صندلیاش بیرون زده بود. سوار شد. تنها چیزی بود که به عنوان دعوت به کیا گفت. کیا در حالی که قدم به قایق میگذاشت و روی صندلی فلزی رو به جلو می نشست خواست خوشحالی و قدردانی خود را ابراز کند. اما چهره بی تفاوت پدر او را ساکت کرد. تناب هندل را کشید و به طرف کانال حرکت کرد. همانطور که از آب راه ها بالا و پایین می رفتند و هنگام گذر از کنار گیاهانی که از محل رشدشان بیرون زده و وارد آب شده بودند سرشان را می دزدیدند. کیا جای درختان شکسته و کنده های قدیمی را به عنوان نشانه به خاطر می سپرد. پدر در منطقه‌ای که آبش راکت بود موتور را خاموش کرد. و به کیا اشاره کرد که روی صندلی وسط بنشیند. همانطور که سیگار دست پیچ از گوشه لبش آویزان بود گفت حالا زود باش از اون قوطی چند تا کرم در بیار. به کیا یاد داد تومه را سر قلاب بزند. آن را در آب بیاندازد و ماهی را با نخ و قرقر بالا بکشد. به نظر می رسید خودش را به طرز عجیبی کش و قوس می دهد که بدنش با کیا تماس پیدا نکند. آنها فقط در مورد ماهیگیری صحبت می کردند و اصلا این ریسک را نکردند که موضوعات دیگری پیش بکشند. زیاد هم خنده بر لبشان نیامد اما روی هم رفته وضعیت ثابتی داشتند. پدر کمی ویسکی نوشید. اما بعد که سرگرم شد دیگر ننوشید. در پایان روز خورشید نفس عمیقی کشید و به رنگ کرم کرهی درآمد. آنها شاید خودشان متوجه نشدند اما آخر کار شانه هایشان گرد شده و گردن هایشان افتاده بود. کیا در دلش امیدوار بود ماهی نگیرد. اما احساس کرد قلاب تکان میخورد. چوبش را به سرعت بالا آورد و یک ماهی سیم بزرگ به رنگ نقره‌ای و آبی براق از آب درآمد. پدر خم شد، آن را فوراً گرفت و داخل تور انداخت. بعد نشست و شروع کرد به زدن روی زانویش و بلند خندیدن. کیا قبلا هرگز او را اینطور ندیده بود کیا بلند خندید و آنها به یکدیگر نگاه کردند و نگاهشان در هم گره خورد پیش از آنکه پدر ماهی را از سر قلاب جدا کند ماهی کف قایق خودش را این طرف و آن طرف میکوبید و کیا ناچار بود در فاصله دور به صف پلیکانها نگاه کند و شکل ابرها را بررسی کند یعنی هر کاری به جز نگاه کردن به ماهی که چشمهایش به دنیای بدون آب خیره شده. دهانش را باز کرده و هوایی را که برایش ارزشی ندارد می و دارد می اما سختی که کیا متحمل شد و هزینه که آن ماهی پرداخت ارزش آن را داشت که او سر سوزنی احساس داشتن خانواده پیدا کند. شاید برای ماهی ارزشش را نداشت اما برای کیا خیلی خوب بود. آنها روز بعد هم با قایق بیرون رفتند و کیا در تالابی تاریک پرهای نرم سینه یک جغد شاخدار بزرگ را دید که روی آب شناور بودند. هر کدام از آنها در قسمت انتهایی انحنا داشتند. برای همین مانند قایقهای نارنجی ریزی روی آب در حرکت بودند. کیا چنگ زد آنها را برداشت و در جیبش گذاشت. مدتی بعد آشیانه مطروک که یک مرغ مگس را دید که داخل یکی از شاخه هایی که تا روی آب آمده بود ساخته شده بود. در حالی که مراقب بود خراب نشود آن را برداشت و داخل قایق گذاشت. آن شب پدر برای شام ماهی سرخ کرده ای که آن را به آرد ذرت و فلفل سیاه آغشته کرده بود با بلغور و سبزیجات درست کرد. بعد از شام وقتی کیا داشت ظرف ها را می شست پدر با کوله پشتی بازمانده از جنگ جهانی دومش وارد آشپزخانه شد. همانطور که دم در ایستاده بود آن را روی یکی از سندلی ها پرتاب کرد. کوله پشتی با صدا سر خورد و روی زمین افتاد. کیا از جا پرید و چرخید. گفتم شاید واسه پر و لونه پرنده و چیزایی که جمع می کنی برش داری. کیا گفت وای ممنونم. اما پیش از آن که حرفش را تمام کند پدر از در ایوان بیرون رفته بود. کیا کول پشتی کهنه را برداشت. از برزنت زخیم درست شده بود طوری که میشد یک عمر از آن استفاده کرد. قسمت های مخفی هم داشت و زیپ های با دوام. کیا از پنجره به بیرون خیره شد. پدر هیچ وقت به او چیزی نداده بود. پدر و کیا در تمام روزهای گرم زمستان و تمام روزهای بهار بیرون رفتند تا سواحل دور میان آبها بالا و پایین میرفتند میگشتند می میانداختند می و با نخ و قرقره ماهی بالا میکشیدند چه در دهانه رود بودن، چه نزدیک نهر، کیا دنبال آن پسر یعنی تیت و قایقش میگشت و امیدوار بود دوباره او را ببیند. گاهی اوقات به او فکر میکرد و میخواست با او دوست شود اما اصلا نمیدانست چطور این کار را انجام بدهد یا حتی چطور پیدایش کند. اما به طور غیرمنتظره یک روز بعد از ظهر که با پدر وارد یک پیچ شدند آن پسر تقریبا در همان نقطه‌ای که کیا بار اول او را دیده بود سرگرم ماهیگیری بود پسر بلافاصله لبخند زد و دست تکان داد کیا بدون آنکه فکر کند دستش را بالا برد و در حالی که تقریبا لبخند میزد پاسخ او را داد اما وقتی پدر با تعجب نگاهش کرد به همان سرعت دستش را پایین آورد یکی از دوستای جودی بود قبل اینکه بره پدر گفت تو باید موازه به آدمای این دوروبر بر باشی این جنگلا پر سفید پوست آشغاله اینجاها واسه آدما بی مشکلی نداره کیا سرتکان داد میخواست پشت سرش به پسر نگاه کند اما این کار را نکرد. بعد نگران شد مبادا او فکر کند رفتارش دوستانه نبود است. پدر مانند عقابی که مرغزار را میشناسد مرداب را میشناخت. میدانست چطور شکار کند. چطور پنهان شود و چطور متجاوزان را بترساند. سوالهای پیش پا افتاده کیا او را تحریک می کرد که فصل تخم گذاری قازها، عادات ماهیها، پیشبینی هوا از روی ابرها و جزر و مد شدید موجها را توضیح بدهد. بعضی روزها کیا برای شام غذای حاضری در کوله پشتی میگذاشت و وقتی خورشید که داشت غروب می کرد هنوز روی مرداب بودند نان ذرت خشک می خوردند که حالا دیگر کیا در درست کردن آن خبره شده بود و پیاز حلقه شده. گاهی اوقات پدر نوشیدنی الکلی را فراموش می کرد و با هم با شیشه های مربا چای می نوشیدن. یک روز وقتی زیر سایه درخت های کاج نشسته بودند و قلاب هایشان را داخل تالاب قهوه‌ای انداخته بودند که حشرات ویز, ویز کنان روی آن پرواز می کردند. پدر بی مقدمه گفت خونواده من همیشه ندار بودند. می دونستی؟ زمین داشتن. زمین های پرمحصول، تنباکو، پنبه و این چیزا می کاشتن. اونجا نزدیکای آشویل مامان بزرگ پدرید کلای بندار بزرگ میذاشت سرش اندازه چرخ واگن دامن بلند میپوشید. یه خونه داشتیم با ایوون دور تا دوری دو طبقه بود خوب بود خیلی خوب مادر بزرگ لبهای کیا از هم باز رو. جایی مادر بزرگی وجود داشت یا وجود داشته؟ حالا او کجا بود؟ کیا دلش لک زده بود بپرسد آنها کجا هستند؟ اما می پدر به همان شیوهی که دلش میخواست ادامه داد. بعدش همه چی با هم خراب شد. من بیشترش و بچه بودم نمیدونم اما کسادی شد شپشک پنبه درست نمیدونم همش رفت فقط قرض و موند. یه عالم قرض کیا با این جزئیات دست و پا شکسته تلاش کرد گذشته اش را مجسم کند چیزی از گذشته مامان نمیدانست همیشه اگر یکی از آنها در مورد شرایط پیش از تولد کیا صحبتی می کرد، پدر خشمگین می شد. کیا می دانست خانوادهش پیش از آن که به مرداب بیایند جای خیلی دوری زندگی می کردند. نزدیک پدر بزرگ و مادر بزرگش، جایی که مادرش لباسهای آماده فروشگاه با دگمه های شبیه مروارید، روبانهای ساتن، و تور تزیینی می پوشید. پس از آنکه به این کلبه آمدند مامان لباسها را داخل صندوق نگه می داشت. هر چند سال یک بار یکی از آنها را بیرون می آورد می شکافت و از آن چیزی مانند روپوش درست می کرد. زیرا پولی برای خرید چیز جدیدی وجود نداشت. حالا آن لباس زیبا با داستانهایشان رفته و در آتش بازی که پدر پس از رفتن جودی راه انداخته بود سوخته بودند کیا و پدر چند بار دیگر قلابهایشان را به آب انداختند چوبهایشان بالای گرده های زردی که روی آب را که چناور بود حرکت میکرد کیا فکر کرده بود حرفهای پدر تمام شده اما او اضافه کرد. یه روز میبرمت آشفیل. بهت زمینی رو که واسه ما بود نشون میدم. میتونست واسه شماها باشه. لحظه ای بعد به سرعت چوبش را بالا کشید. اینجا رو ببین عزیز یه بزرگش رو گرفتم قد آلاباماست. وقتی به کلبه برگشتند ماهی سرخ کردند و کوفته آرد ذرت درست کردند که به قول پدر هر کدامش قد تخم قاز بود. بعد کیا مجموعش را برداشت. حشره ها را با دقت روی مقوا سنجاق کرد و پرها را روی کلاژی که به دیوار اتاق خواب پشتی بود نصب کرد. سپس روی رخت خوابش در ایوان نشست و به صدای کاج گوش کرد. چشمهایش را بست و بعد کامل باز کرد. پدر کیا را عزیز خطاب کرده بود. فصل هشتم داده های نفی کننده 1969 کلانتر اد جکسون و جو پریدو معاونش تا کنار میز استیلی که چیس روی آن زیر ملافه بود پرل، بیوه چیس و پتیلا و سم پدر و مادرش را همراهی کردند. آنجا آزمایشگاه خیلی سردی در کلینیک بود که به عنوان سردخانه مورد استفاده قرار می گرفت. آمده بودند خداحافظی کنند. اما چنین مکانی برای یک مادر خیلی سرد بود و برای یک همسر غیر قابل تحمل. هر دو زن برای آنکه بتوانند از اتاق بیرون بیایند به کمک نیاز داشتند. وقتی به اتاق کلانتر برگشتند جو گفت خب دیگه از این بدتر نمیشد. سم یک کلمه هم حرف نزد. هیچ وقت اهل حرف زدن نبوده اما این اتفاق اونو به کشتن میده. بعضی میگویند مرداب آب شور میتواند یک بلوک سیمانی را برای صبحانه بخورد. برای همین حتی دفتر زیرزمینی کلانتر نیز نتوانسته بود در مقابلش مقاومت کند. آثار مد دریا که با کریستال های نمک مشخص شده بود پایین دیوارها دیده میشد. کپک سیاه مانند رک های خونی تا سقف پراکنده شده بود و قارچ های کوچک تیر رنگ کنج دیوارها چون باتمه زده بودند. کلانتر یک بطری نوشیدنی از ته کشوی میز تحریرش درآورد و برای هر دویشان در لیوانهای قهوه نوشیدنی ریخت. آنها جرعه جرعه نوشیدند تا اینکه خورشید با سوز و گداز خودش را داخل دریا سر داد. چهار روز بعد جو در حالی که داشت مدارک را در هوا تکان میداد وارد دفتر کلانتر شد. اولین گزارش های آزمایشگاه رو گرفتم. بیار نگاشون کنی. پشت میز کلانتر روبروی هم نشستند و شروع به بررسی کردند. جو گاه گاهی به یک مگس ضربه میزد. اد بلند خواند. زمان مرگ بین نیمه شب 29 اکتبر تا دوی بامداد 30 اکتبر 1969. درست همونطوری که ما فکر می کردیم. پس از آنکه یک لحظه دیگر نتیجه آزمایش ها را خواند ادامه داد چیزی که ما داریم داده های نفی کننده هستند درست میگی اینجا اصلا هیچ وجود نداره کلانتر به جز دو تا پسری که تا پیچ سوم پله بالا رفته بودند هیچ اثر انگشت قابل تشخیصی روی نرده و شبکه ها نیست هیچ نمال چیس، نه هیچ کس دیگه. آفتاب بعد از ظهر سمت دیگر صورت گل انداخته یک کلان تر سایه انداخته بود. پس یک کسی اونا رو از بین برده. همه چیزو. همه این موارد به کنار. چرا اثر انگشت چیس روی نرده ها نیست؟ روی شبکه ها؟ دقیقا. اولش هیچ اثر انگشتی نداشتیم. الانم هیچ اثر انگشتی وجود نداره. اصلا هیچ علامتی وجود نداره که نشون بده اون روی لجنا به طرف پلکان رفته، از پله ها بالا رفته یا اینکه دو تا شبکه روی بالای برج رو باز کرده. یکی بالای پلکان و یکی دیگه همونی که ازش افتاده پایین. نشونه ای از وجود کس دیگه هم نیست. اما خب اطلاعات نفع کننده هم اطلاعات به حساب میاد. یه کسی بوده که آثار جرم و خیلی خوب از بین برده. یا اینکه اونو جای دیگه کشته و جسدش را آورده بالای برج. اما کلانتر اگه جسدش رو تا برج حمل کرده بودن جای لاستیک اتومبیل میموند. درسته. ما باید برگردیم اونجا. ببینیم بجز رد لاستیک خود ما و آمبولانس رد دیگه هست یا نه. شاید یه چیزی از نظرمون دور مونده باشه. ات پس از آن که یک دقیقه دیگر به خواندن ادامه داد گفت به هر حال من الان دیگه مطمئنم که این ماجرا اتفاقی نبوده. جو گفت منم موافقم و اینکه هر کسی نمیتونه آثار جرمو به این خوبی از بین ببره. من گرست بیا سر راه بریم داگان. پس خودتو برای حمله قافلگیرانه آماده کن. همه اهالی به شدت عصبانی هستند قتل چیس اندروز مهمترین اتفاقیه که این طرف افتاده. شاید تا به حال. شایعات دارن مثل دود همه جا پخش میشه. خب گوشاتو تیز کن. شاید بتونیم یکی دوتا خبر داغ بشنویم. بیشتر آدمای علاف نمیتونن دهنشون رو بسته نگه دارن. رستوران سرتا سر پنجره هایی بود با کرکره هایی که برای مقابله با طوفان کار گذاشته شده بودند و به اسکله باز می شد. میان ساختمان هایی که سال 1889 ساخته شده بودند و گل و شل اسکله دهکده فقط یک خیابان باریک فاصله بود. های دور ریخته شده میگو و تورهای ماهیگیری لوله شده جلوی دیوار زیر پنجره ها انباشته شده بود و نرم تنان روی پیاده رو اینجا و آنجا پخش بودند. همه جا فریاد مرغان دریایی شنیده و فضله آنها دیده میشد. خوشبختانه عطر سوسیس و نان، برگ شلقم پخته و جوجه سخاری بر بوی تند بشکه های ماهی که روی بارانداز صف کشیده بودند غلبه کرده بود. وقتی کلانتر در را باز کرد هیاهوی ضعیفی به پا شد. تمام نیمکت ها که پشتی بلند و روکش قرمز داشتند پر بودند. همینطور بیشتر میزها. جو به دو چارپایه خالی پشت کانتر کافتریا اشاره کرد و هر دو به طرف آنها رفتند. سر راهشان صدای آقای لین صاحب سینگ اویل را شنیدند که به مکانیک موتورهای دیزلیش میگفت شرط میبندم لامار سندز بوده. یادته؟ زنش رو درست رو عرشه قایق موتوری لوکسش دیده بود که با چیس ریخته رو هم. انگیزش رو داشته. لامار خلافای دیگه یم داشته. چه خلافایی؟ اونم جزو گروهی بود که سیمای برق کلانتر رو قطع کردن. اون موقع که بچه بودن. چیزای دیگه هم بوده. حالا من یادم نمیاد. پشت پیشخان جیم و سوئینی آشپز صاحب رستوران تکه های خرچنگ را داخل تابه این ور می کرد. به سرعت خمیر ذرت را روی شعله هم میزد و رانهای مرغ را داخل ماهی تابه گودی زیر رو می بعد بین این کارها دوباره برمیگشت و بشقاب هایی را که داخلشان یک کوه غذا پر کرده بود جلوی مشتری ها میگذاشت. مردم می گفتند او می تواند با یک دست خمیر نان مخلوط کند و با دست دیگر استخوان صفر ماهی را جدا کند. او غذای تخصصیش یعنی صفر ماهی کبابی را که داخلش را با میگو پر می کرد و کنارش فلفل قرمز شیرین و گریت پنیر می گذاشت فقط یکی دو بار در سال درست می کرد. نیازی به تبلیغات نداشت. همه این را می دانستند. وقتی کلانتر و معاونش از لابلای میزها به طرف پیشخان میرفتند، شنیدند دوشیز پنسی پرایس ارزان فروشی کرس به یکی از دوستانش می گوید ممکنه اون زنی باشه که تو مرداب زندگی میکنه. کنه؟ اونقدر دیوونه هست که بخوان ببرنش دیوونه خونه. میتونم شرط ببندم همچین کارایی از اون برمیاد. منظورت چیه؟ اصلا اون چه ربطی به ماجرا داره؟ خب اون یه مدتی ارتباطش با چیز؟ همانطور که کلانتر و معاونش خودشان را به پیشخان میرساندند اد گفت بیا ساندیویچ سفارش بدیم و فقط از اینجا بریم بیرون. نباید وارد این بحثا بشیم. فصل نه جامپین 1953 کیا همانطور که در قایق نشسته بود سرانگشتان مه را که در پی قایقشان بود تماشا میکرد. ابتدا تکه های ابر بالای سرشان حرکت کردند. سپس مه آنها را در حالی خاکستری پیچید. تنها صدایی که شنیده میشد تیک 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 موتور خاموش بود. چند دقیقه بعد همانطور که پمپ بنزین آفتاب خورده لنگرگاه به تدریج ظاهر می شد لکه های کوچک رنگی به طور غیر ای نمایان شدند. طوری که گویی آن مکان به سمت آنها حرکت می کند و نه آنها به سمت آن. پدر قایق را به جلو هدایت کرد. قایق آهسته به بارانداز برخورد کرد. کیا فقط یک بار اینجا را دیده بود. صاحب اسکله که مردی سیاه پوست بود فوراً از روی صندلیاش پرید که با آنها کمک کند. به همین علت بود که همه به او جامپین می گفتن. خط ریش سفید و موهای جوگندمیش چهره سخاوتمند و چشمهای جغدی شکلش را قاب گرفته بودند. او قدی بلند و اندامی استخانی داشت و به نظر نمی هرگز بتواند تواند از حرف زدن و خندیدنی که با حالت خاص خودش در حین آن سرش را به عقب پرتاب می کرد و لبهایش را محکم به هم فشار می داد دست بردارد. جامپین برخلاف بیشتر کارگران آن اطراف لباسکار سر همی تنش نمی کرد. بلکه پیراهن آبی اتو کشیده که از بالا تا پایین دگمه میخورد شلوار تیره رنگ خیلی کوتاه و پوتین کار میپوشید نه بیشتر اوقات اما گاهی در آزار دهنده ترین روزهای تابستان یک کلاه حسیری پارپوره هم سرش میگذاشت فروشگاه گسن بایت او روی اسکله لرزان تکان میخورد. یک سیم برق از نزدیکترین درخت بلوط ساحل در ارتفاع یک متری تالاب تا آنجا کشیده شده بود و با تمام توانش مقاومت می کرد. پدر بزرگ پدر جامپین اسکله و کلبه ای از الوار نخل مرداب را زمانی پیش از جنگ داخلی، خیلی پیش از آن که کسی بتواند به یاد بیاورد ساخته بود. سه نسل آنجا تابلوهای فلزی براق به نام خودشان نصب کرده بودند. نهی گیریب سودا، رویال کراون کولا، کمل فیلترز و به اندازه 20 سال پلاک اتومبیل‌های شمال کارولینا دور تا دور کلبه نسب بود این تنوع رنگ از دریا دیده میشد مگر آنکه مه خیلی غلیظ بود سلام آقای جیک چطوری پدر پاسخ داد خوب زندم جامپین طوری خندید که گویی هرگز این اصطلاح نخنما را نشنیده است دختر اتباهاته همینم خیلی خوبه. پدر سرتکان داد. سپس گویی چیزی به ذهنش رسیده باشد گفت آره اینجاست این دخترم خانم کیا کلارک. خب آشناییتون باعث افتخارم خانم کیا. کیا به انگشت پاهای برهنش چشم دوخت اما حرفی به ذهنش نرسید. جامپین ناراحت نشد. و با پدر شروع کردن به حرف زدن در مورد اینکه اخیرا اوضاع ماهیگیری خوب بوده است سپس از پدر پرسید پس پرش کنم آقای جک آره تا سر پرش کن مردها در مورد ماهیگیری وضع هوا و بعد دوباره در مورد وضع هوا صحبت کردند تا باک پر شد جامپین در حالی که داشت شلنگ را سر جایش میگذاشت گفت حالا دیگه تون روز خوبی داشته باشی. پدر به آرامی قایق را داخل دریای درخشان هدایت کرد. زودتر از آن که جامپین بخواهد باک را پر کند، خورشید مه را در کام خود فرو برده بود. آنها پتپت پت کنان خلیج پر از کاجی را دور زدند که چندین کیلومتر با بارک لیکو فاصله داشت. وقتی به شهر رسیدن پدر قایق را به میله های اسکله که تا عمق زمین فرو رفته بود بست. ماهیگیرها سرشان شلوغ بود. ماهی ها را بسته بندی می کردند و دورشان تناب می پیچیدند. پدر گفت فکر کنم بتونیم سات رستوران جور کنیم. و او را روی اسکله به طرف رستوران هدایت کرد. کیا هرگز غذای رستوران نخورده بود. هرگز پایش را داخل رستوران نگذاشته بود. وقتی داشت گلهای خشک را از شلوار پیشبندی خیلی کوتاهش میتکان و موهای آشفتش را با دست صاف میکرد قلبش به شدت میزد. وقتی پدر در را باز کرد تمام مشتری ها همانطور که غذا در دهانشان بود مکس کردند. یکی دو مرد با سردی به پدر تکان دادند و زنها چهره در هم کشیدند و سر برگرداندند. یکی هم ابراز ناخشنودی کرد که خب شاید نمیتونن بخونن که نوشته داشتن پیراهن و کفش اجباریه. پدر به کیا اشاره کرد پشت میز کوچکی مشرف به اسکله بنشیند. کیا نمی توانست فهرست غذاها را بخواند، اما پدر بیشتر غذاها را به او گفت و کیا مرغ سخاری، پوره سیب زمینی، آب گوشت و لوبیا چش بلبلی و کلوچه هایی که مانند پنبه تازه چیده شده پف کرده بودند سفارش داد. پدر میگوی سخاری، پنیر، بامیه سرخ شده و گوجه فرنگی سبز سرخ شده خواست. گارسون یک ظرف پر از قالب‌های کره که روی قالب‌های یخ قرار داشت و یک سبد نان ذرت هم روی میزشان گذاشت. همینطور چای شیرین که می توانستند همه آن را بنوشند. برای دسر کیک توت فرنگی با بستنی خوردند. معده کیا آنقدر پر شده بود که فکر می کرد ممکن است بیمار شود. اما همچنین فکر می ارزشش را دارد. وقتی پدر مقابل صندوق ایستاد که صورت حساب را پرداخت کند کیا بیرون رفت و در پیاده رو ایستاد. جایی که بوی زننده قایقهای ماهیگیری سراسر خلیج را پوشانده بود. کیا دستمال چربی را که دور بقایای جوجه و کلوچه ها پیچیده بود در دست داشت. جیبهای شلوار پیشبندیش پر از بسته های بیسکویت شور بود که گارسون روی میزشان گذاشته بود. کیا پشت سرش صدای ضعیفی شنید که گفت سلام. وقتی برگشت دختر حدوداً چهار ساله ای را دید با حلقه های موی طلایی که سرش را بالا کرده بود و او را نگاه می کرد. پیراهن آبی روشن پوشیده بود. دستش را دراز کرد. کیا به دست کوچک او نگاه کرد. مثل پنبه و تمیزترین چیزی بود که تا آن وقت دیده بود. معلوم بود هیچ وقت دستهایش را با صابون قلیایی نساییده و مطمئنن زیر ناخونهایش پر از ماسه های اطراف صدف خوراکی نبود. سپس در چشم های دختر نگاه کرد که در آن عکس خودش افتاده بود. کیا دستمال را به دست چپش داد و دست راستش را آهسته به طرف دست دخترک برد. ناگهان خانم ترزا وایت همسر مبلغ متودیست با عجله از کفش فروشی باستر بران بیرون آمد و فریاد زد آهای تو از اینجا برو بارکلیکو به مذهب نگاهی خشک و افراطی داشت دهکدهی به آن کوچکی چهار کلیسا داشت که فقط مختص سفید پوست ها بود و سیاهان سه کلیسای دیگر داشتند. البته کشیشها و مبلغان و مطمئنا همسرانشان در دهکده بسیار مورد احترام قرار می گرفتند و همیشه به تناسب جایگاهشان لباس می پوشیدند. ترزا وایت اغلب اوقات دامنهای رنگ روشن و بلوز می پوشید و کفشهای راحتی و کیفش را با آنها هماهنگ هم می کرد. حالا او با عجل سمت دختر رفت و او را در آغوش گرفت. همانطور که از کیا فاصله می گرفت دختر را روی پیاده رو زمین گذاشت و کنارش چنبات می زد. میری لین عزیزم نزدیک اون دختر نشو به حرفم گوش کن اون کثیفه کیا مادر را که انگشتهایش را داخل فرهای موی دخترک میکشید تماشا کرد و تا وقتی آنها به چشمهای یکدیگر نگاه میکردند چشم از آنها بر نداشت یک زن از پیگلی ویگلی بیرون آمد و به سرعت به طرف آنها رفت شما خوب این ترزا چی شده بود اون دختره داشت مریل را اذیت میکرد به موقع دیدمش. ممنونم جنی. کاش اونا نتونن بیان بده کرده. نگاش کن. چندشاوره. آدم حالش به هم میخوره. الان آنفولانزای معده شایع شده و من میدونم اونا این بیماری را آوردن. پارسالم سرخک با خودشون آوردن. این موضوع جدیه. ترزا همانطور که کودک را به خودش چسبانده بود از آنجا دور شد. همان موقع پدر در حالی که داخل یک پاکت کاغذی قهوه‌ای یک بطری نوشیدنی حمل می کرد کیا را از پشت سر صدا کرد. چیکار می بیا. باید از اینجا بریم. آب داره میاد بالا. کیا برگشت و دنبالش راه افتاد. همانطور که با قایق به طرف خانه در مرداب می رفتند، موهای حلق حلقه و چشمهای مادر و کودک از ذهنش بیرون نمی رفت. پدر هنوز هم گاهی اوقات ناپدید می شد و تا چند روز بر نمی گشت. اما غیبتش به اندازه سابق نبود. وقتی هم پیدایش می شد گیج و منگ گوشه ای نمی افتاد. قضا می خورد و کمی صحبت می کرد. یک شب رامی دو نفره بازی کردند. وقتی کیا برنده شد پدر قهقه قه زد و کیا در حالی که دستهایش را روی دهانش گذاشته بود مانند یک دختر عادی قشقش قش خندید. کیا هر بار پایش را از ایوان بیرون می گذاشت، به انتهای کوچه نگاه می کرد. با خودش فکر می کرد با آنکه آخر بهار است و گلهای گلیسین وحشی دارد تمام می شود و مادرش اواخر تابستان گذشته آنها را ترک کرده باز هم ممکن است مادر را ببیند که با همان کفش های پوست سوسماری تقلبی دارد از روی ماسه ها به طرف خانه می آید. حالا که او و پدر ماهیگیری و صحبت می کنند شاید دوباره بتوانند یک خانواده باشند. آن وقتها پدر بیشتر وقتهایی که مست بود همه آنها را مورد ضرب و شتم قرار میداد. بعد در مواقعی یکی دو روز خوب بود. با هم جوجه آب پز می یک بار هم در ساحل بادبادک هوا کرده بودند. بعد دوباره مشروب، فریاد و ضرب و شتم. جزیات بعضی از کتککاری ها در ذهنش خیلی زنده باقی مانده بود. یک بار مادر را به دیوار آشپزخانه کوبید و او را آنقدر کتک زد که به زمین افتاد. کیا بازوی پدر را گرفت و زجه زد که مادر را رها کند. او شانه های کیا را گرفت. فریاد زد که شلوار جینش را در بیاورد. بعد او را روی میز آشپزخانه گذاشت با حرکتی روان و ماهرانه کمربندش را بیرون آورد و کیا را با آن زد البته کیا درد سوزاننده ای را که داشت پاهای لختش را تکه تکه می کرد به یاد داشت اما عجیب بود که شلوار جینش را که دور قوزک پایش پر از آب شده بود واضحتر به یاد می آورد. مادر گوشه آشپزخانه کنار اجاق هیزومی کز کرده بود و گریه می کرد. کیا نمیدانست علت آن همه جار و جنجال چه بود است. اما شاید اگر مادر زمانی که پدر رفتار معقولی داشت برمیگشت می توانستند دوباره از نو شروع کنند. کیا هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد مادر برود و پدر بماند اما میدانست مادرش او را برای همیشه ترک نخواهد کرد و اگر جایی در این دنیا باشد باز خواهد گشت کیا هنوز می توانست لبهای قلوهی و قرمز مادر را ببیند که با رادیو آواز می خاند و صدایش را بشنود که می گوید حالا با دقت به صحبت کردن آقای اورسون ولز گوش کن. مثل یه آدم با شخصیت خوب حرف میزنه. هیچ وقت به جای نیست نمیگه نی. حتی یه بارم نمیگه. مادر رودخانه ها و غروب خورشید را با رنگ روغن و آب رنگ آنقدر خوب نقاشی کرده بود که گویی منظره ای واقعی است. او با خودش کمی لوازم هنری آورده بود و می توانست بعضی چیزها را از ارزان فروشی کرس بخرد. گاهی اوقات هم به کیا اجازه میداد روی پاکت های کاغذی قهوه‌ای رنگ پیگلی ویگلی نقاشی بکشد. اوایل سپتامبر زمان ماهیگیری تابستانی یک روز بعد از ظهر که گرمای هوا کمتر شده بود کیا به طرف صندوق پستی که انتهای کوچه بود رفت. همانطور که آگهی های خاروبار و مواد غذایی را بر میزد وقتی به پاکت آبی که دست خط تمیز و مرتب مادر رویش بود رسید در جا خوشگش زد. یکی دوتا از برک های چنار مانند وقتی که او از آنجا رفته بود سایه ای از رنگ زرد پیدا کرده بودند. تمام این مدت هیچ نشانی از او نبود و حالا یک نامه آمده بود. کیا به آن خیره شد. آن را جلوی نور گرفت و انگشتهایش را روی خط اوریب و بی او کشید. قلبش به سینهش می کوبید. مامان زنده است. یه جای دیگه زندگی میکنه. چرا نیومده خونه؟ فکر کرد پاکت را پاره و نامه را باز کند اما تنها کلمه ای که می توانست با اطمینان بخواند نام خودش بود که روی پاکت نبود به طرف کلبه دوید اما پدر با قایق جایی رفته بود برای همین نامه را به نمکدان روی میز جایی که او بتواند ببیند تکیه داد همانطور که داشت لوبیای چشم بلبلی را با پیاز می یک چشمش به نامه بود که مبادا ناپدید شود. هر چند ثانیه یک بار از پنجره آشپزخانه گوش میداد، ببیند صدای ورور قایق میآید یا نه سپس ناگهان پدر لنگ لنگان از پله ها بالا آمد کیا تمام شهامتش را از دست داد به سرعت از کنار او رد شد و با صدای بلند گفت میخواهد به دستشویی برود و شام به زودی آماده می شود. داخل توالت بدبویی که بیرون کلبه بود ایستاده بود و قلبش چنان میزد که گویی میخواست وارد معدش بشود. همانطور که سعی می کرد تعادلش را روی نشیمن چوبی حفظ کند از شکاف در هلال ماه را نگاه می کرد و نمیدانست چه چیزی انتظارش را میکشد سپس در ایوان محکم کوبیده شد پدر را دید که به سرعت به طرف مرداب میرود او در حالی که یک بطری نوشیدنی در دست داشت یک راست به طرف قایق رفت. آن را روشن کرد و دور شد. کیا به طرف خانه دوید و به آشپزخانه رفت. اما نامه نبود. کشوهای پدر را به سرعت باز کرد و داخل کمدش را گشت. اون مال منم هست. همون قدری که مال توه مال منم هست. به آشپزخانه برگشت. داخل سطل زباله را گشت و خاکستر نامه را پیدا کرد که هنوز هاشیه ی آبیش باقی مانده بود. با یک قاشق به سرعت بقایای نامه را برداشت و روی میز گذاشت. تل کوچکی از رنگهای سیاه و آبی درست شده بود. آنها را ذره ذره از میان زباله ها جدا کرد. شاید بعضی از کلمات ته سطل افتاده بودند. اما هیچ چیز نبود. جز اجزای سوخته‌ای که به پوست پیاز چسبیده بودند. پشت میز نشست. لوبیاها ها هنوز داشتن داخل قابلم آواز می به تل کوچک روی میز خیره شد. مامان به اینا دست زده. شاید پدر به هم بگه چی نوشته بود. احمق نشو. اون نمیگه. مثل اینه که تو مرداب برف بیاد. حتی مهر پست هم از بین رفته بود. حالا دیگر هیچ وقت نمی توانست بفهمد مادر کجاست. خاکسترها را داخل یک بطری کوچک ریخت و کنار جعبه سیگار کنار رخت خوابش گذاشت. پدر آن شب و روز بعد خانه نیامد و وقتی بالاخره پیدایش شد آنقدر مست بود که مقابل در تلو تلو میخورد. وقتی کیا تمام جرأتش را جمع کرد و در مورد نامه از او سوال کرد، فریاد کشید. به تو مربوط نی. و بعد گفت اون قرار نی بیاد. پس تو اصلا فراموشش کن. سپس در حالی که یک بطری در دستاش لخ لخ کنان به طرف قایق رفت. کیا دستهایش را کنار بدنش مشت کرد و پشت سر پدر فریاد زد. این درست نیست. رفتن او را تماشا کرد. سپس در تالاب خالی فریاد زد. نی اصلا کلمه نیست. بعدها با خودش فکر کرد شاید باید نامه را خودش باز می کرد. و اصلا آن را به پدر نشان نمیداد. اینطوری می توانست آن کلمات را نگه دارد و یک روز بخواند. پدر هم اگر آنها را نمی خاند بهتر بود. پدر دیگر هیچ وقت او را برای ماهیگیری نبرد. آن روزهای گرم تنها موهبت آن فصل بودند. حالا ابرهایی که پایین حرکت می کردن از هم جدا می شدند و خورشید مدت کوتاهی به دنیای او رنگ می پاشید. سپس به هم می چسبیدند و دوباره با خصت هوا را تاریک می کردند. کیا نمی توانست به خاطر بیاورد چطور دعا می کنند. آیا اینکه چطور دستهایش را نگه می‌دارد اهمیت داشت یا اینکه چقدر زیر چشمی نگاه می‌کند شاید اگر دعا کنم مادر و جودی برگردن خونه اون زندگی با تمام داد و فریادا و قشقرقش از این بلقورای گلوله گلوله بهتر بود شروع کرد به خواندن سرود مذهبی و خداوند با من گام بر می دارد وقتی هنوز روی گلهای روز شبنم هست. این تنها چیزی بود که از کلیسای کوچک سفید پوستان که مادر یکی دو بار او را به آنجا برده بود به یاد داشت. آخرین بار که آنجا رفتند یک شنبه عید پاک پیش از رفتن مادر بود. اما تنها چیزی که کیا از آن تعطیلات به یاد داشت فریاد، خون، زمین خوردن کسی و دویدن خودش و مادر بود. برای همین تمام خاطره را از ذهنش بیرون کرد. از میان درختها به باغچه ذرت و شلغم مادر نگاه کرد. حالا دیگر پر از علف های هرس شده بود. مطمئنا هیچ گل روزی آنجا وجود نداشت. اصلا فراموشش کن. هیچ خدایی به این باغچه نمیاد. فصل ده فقط ساقه های علف در برابر باد. 1969 ماسه رازها را بهتر از گلولای نگه می دارد. کلانتر اتومبیل را ابتدای مسیر برج آتشبانی نگه داشت که مبادا از روی آثاری عبور کنند که کسی شب قتل مورد ادعا با اتومبیلش به جا گذاشته باشد. اما وقتی روی مسیر قدم میزدند و دنبال رد لاستیک اتومبیلی به ماشین خودشان میگشتند با هر قدم دانه های ماسه حرکت و گودی های بیشکل ایجاد می کردند. سپس در گودی های گلولای و قسمت های باطلاقی برج انبوهی از اتفاقات جزئی خودنمایی کرد. راکونی با چهار بچهش میان لجنها رفت آمد کرده بود. یک هلزون الگویی الگوی توری شکل ایجاد کرده بود که با عبور یک خرس متلاشی شده بود و یک لاک پشت کوچک روی گل خونک دراز کشیده و شکمش شکل یک کاسه کم عمق نرم را درست کرده بود. مثل یک عکس واضحه اما به جز اتومبیل ما هیچ نشونه ای از انسان نیست. جو گفت نمیدونم این لبه های صاف و ببین بعد یک مسلس کوچیکه. میتونه یه نشونه باشه. نه من فکر میکنم اون یه تیکه از رد پای بوغلمونه که یه گوزن روش پا گذاشته و اونو به این شکل هندسی درآورده. پس از ربع ساعت دیگر کلانتر گفت بیا پیاده بریم تا اون خلیج کوچیک ببینیم کسی به جای اینکه با وانت بیاد اونجا قایقرانی کرده یا نه در حالی که بوی تند گیاه مورد را از مقابل صورتشان کنار میزدند به ورودی تنگ قدم گذاشتند ماسه های مرطوب، رد پای خرچنگ، هواسیل و پرنده فلودزن را نمایش میدادند اما ردی از انسان نبود. جو به حجم زیادی از دانه های ماسه اشاره کرد که تقریبا یک نیم دایره کامل تشکیل داده بودند. اما اینو ببین. میتونه ردی قایق کفگرد باشه که کشیده شده به خشکی. نه ببین باد این ساقه شکسته علف رو چطور روی ماسه ها جلو عقب میبره اینطوری این نیم دایره رو درست کرده فقط رد ساقه علف توی باد ایستادند و دور و بر را نگاه کردند بقیه ساحل کوچک نیم دایره شکل با لایه زخیمی از صدف اجزای بدن سخت پوستان و چنگال خرچنگ پوشیده شده بود. صدف بهترین راز نگهدار هستند. فصل یازده گونیهای های پر 1956 در تابستان سال 1956 که کیا ده ساله بود، فاصله زمانهایی که پدر لنگ لنگان به کلبه می آمد بیشتر و بیشتر شد. هفته ها می گذشت و هیچ بطری ویسکی روی زمین دیده نمی شد. کسی روی رخت خواب ولو نمی شد و خبری از خرجی دوشنبه نبود. کیا همینطور منتظر می ماند تا او را ببیند که لنگ لنگان بطری به دست از میان درختها میآید. از وقتی او را دیده بود یک ماه کامل سپس یک ماه دیگر میگذشت. درخت های چنار و گردو شاخه های برهنهشان را رو به آسمان دلگیر باز کرده بودند. و بادی بی امان همه سرخوشی را که خورشید زمستان می توانست در آن سرما بگستراند از او می گرفت. بادی گزنده و بی حاصل در سرزمینی مجاور دریا که نمی توانست خشک شود. کیا که روی پله های جلوی کلبه نشسته بود به پدرش فکر می کرد. شاید در یک شب سرد و بارانی در دعوای بعد از قمار کتک خورده و در مرداب افتاده یا شاید آنقدر مست بوده که زمین خورده در جنگل سرگردان شده و با صورت داخل باتلاق افتاده است فکر کنم برای همیشه رفته لبهایش را چنان گاز گرفت که رنگشان سفید شد. مثل زمانی که مادر رفته بود نبود. در حقیقت اصلا ناچار نبود با غم نبودن پدر کنار بیاید اما اینکه کاملا تنها شود اتفاق خیلی ناگواری بود. مطمئنا مسئولان او را پیدا می کردند و با خودشان می بردند. او باید حتی به جامپین وانمود می کرد پدر هنوز آن دوروبر بر هست. دیگر خبری از خرجی دوشنبه هم نخواهد بود. با آن چند دلار آخر چند هفته را گذرانده بود و با بلغور، صدف سیاه آب پز و گاهی تخم که مرغ های لاغر مردنی گذاشته بودند سر کرده بود. تنها چیزی که مانده بود یکی دو قوطی کبریت، یک تکه صابون و یک مشت بلغور بود. با یک مشت بلغور نمیشد تمام زمستان را گذراند. بدون پول نمی توانست برای خودش مرغان دریایی و جوجه ها بلغور بپزد. نمیدونم چطوری بدون بلغور زندگی کنم. با خودش فکر کرد لاقل پدر این بار که قیبش زده پیاده رفته است. پس قایق را داشت. البته باید راه دیگری برای به دست آوردن غذا پیدا می کرد. اما فعلا آن فکر را به گوشه دوری از ذهنش فرستاد. پس از آنکه شامش را خورد که صدف سیاه آب پذی بود و یاد گرفته بود آن را خمیر کند و روی بیسکویت شور بمالد شروع کرد به ورق زدن کتاب های محبوب مادر و نمایش های داستان های شاه پریان. او در ده سالگی هنوز نمی توانست بخواند. بعد چراغ نفتی شروع به پت پت کرد و کم سو و خاموش شد. یک دقیقه دایره محوی از جهان دیده شد و بعد تاریکی. صدای شبیه آه از گلویش بیرون آمد. همیشه پدر نفت میخرید و چراغ را پر می کرد. برای همین او به آن فکر هم نکرده بود تا اینکه همه جا تاریک شد. یکی دو ثانیه نشست و تلاش کرد با نفتی که ته چراغ بود آن را روشن کند. اما تقریبا چیزی نمانده بود. سپس به تدریج در تاریکی قوس بالای یخچال و چارچوب پنجره شکل گرفت. طوری که توانست با انگشتهایش روی کانتر آشپزخانه ته یک شم را پیدا کند. روشن کردن آن کبریت میخواست و فقط پنج چوب کبریت باقی مانده بود. اما فعلا مشکل اصلی تاریکی بود. کبریت کشید. شم را روشن کرد و سیاهی به گوشه های اتاق عقب نشینی کرد. اما او آنقدر درک داشت که بداند نور و نفت پول میخواهد چنان نفس نفس میزد که ناچار شد دهانش را باز کند. شاید باید برم شهر رو خودم رو به مقامات تحویل بدم. لاقل به هم قضا میدن و میفرستنم مدرسه. اما پس از آن که یک دقیقه فکر کرد با خود گفت نه نمیتونم. نمیتونم مرغای دریایی، هواسیلا و کلبر رو بذارم برم. مرداب تنها خانواده که من دارم. همانطور که زیر نور تهمانده شام نشسته بود فکری به ذهنش رسید. فردا صبح زودتر از همیشه وقتی هنوز موجها بالا نیامده بودند بلند شد. شلوار پیشبندیش را پوشید و با یک سطل کارد و دو گونی خالی به سرعت بیرون رفت. روی گلها چنبات مزد و همانطور که مادر یادش داده بود از مرداب صدف سیاه جمع کرد. نتیجه چهار ساعت قوز کردن و زانو زدن دو گونی پر از صدف بود. وقتی در مه قلیز با قایق به طرف گسند بایت جامپین می رفت آفتاب ملایم بساتش را روی دریا می گستراند. وقتی نزدیک شد جامپین ایستاد. سلام خانم کیا، بنزین میخوای؟ کیا سرش را پایین انداخت. از آخرین باری که به پیگلی ویگلی آمده بود یک کلمه هم با کسی صحبت نکرده بود و کلمات از او فرار می شاید بنزین بخوام اما بستگی داره. شنیدم گفتن تو صدف می و یک کم با خودم آوردم. می بهم به هم یک کم پول نقد بدی و یک کم بنزین بریزی توش. به کیسه ها اشاره کرد. بله قربون میتونم تازن قبل سپیده درشون آوردم. همین الان. خب. پس میتونم بهت واسه یکی سه پنجاه سنت بدم واسه اون یکی با که پر کنم. کیا لبخند کوچکی زد. پول واقعی که خودش درآورده بود. فقط گفت متشکرم. وقتی جامپین باک را پر می کرد کیا وارد فروشگاه خیلی کوچک او روی اسکله شد. هیچ وقت زیاد به آنجا دقت نکرده بود زیر از پیگلی خرید می کرد. اما حالا می دید او علاوه بر طعمه و تنباکو، کبریت، روغن، صابون و ماهی ساردین هم می فروشد. همینطور سوسیس، بلغور، بیسکویت شور، دستمال توالت و نف. تقریبا تمام چیزهایی که او نیاز داشت اینجا بود داخل پنج ظرفی که روی پیشخان چیده شده بود پر از آبنبادهای ارزان قیمت تند گرد و سفت و تافی کاراملی بود به نظر میرسید آن ها از تمام های دنیا بیشتر است کیا با پول صدفها کبریت یک شم و بلغور خرید. نفت و صابون باید منتظر یک گونی پر دیگر می ماندند. او تمام تلاشش را کرد که به جای شم تافی کاراملی نخرد. پرسید هفته چند تا کیسه می خرید؟ جامپین در حالی که با روش مخصوص به خودش دهان بسته و سر به عقب می خندید پرسید خب حالا ما داریم قرارداد میبندیم. من دو سه روز یه بار حدود 20 کیلو میخرم. اما حواست باشه. بقیه هم میارن اگه تو بیاری من خریده باشم باید ببری. هر کی که اول بیاد. راه دیگه ای ندارم. باشه. ممنون. خوبه. خداحافظ جامپی. سپس اضافه کرد. آها. راستی پدرم سلام رسون به شما. که اینطور. خب پس تو هم سلام منو برسون. اگه ممکنه مراقب خودت باش خانم کیا. وقتی کیا با قایق دور میشد او لبخند بزرگی زد. کیا خودش هم تقریبا لبخند میزد. حالا که خودش بنزین و خاروبار خریده بود مطمئنا آدم بزرگ به حساب می آمد. وقتی در کلبه اقلام کمی را که خریده بود بیرون می آورد ته کیسه یک شگفتانه زرد و قرمز دید. او برای تافی کاراملی که جامپین داخل کیسه انداخته بود زیاد بزرگ نبود. کیا برای آنکه از دیگران جلو بزند با کمک نور شم یا ماه به مرداب میرفت. رفت. سایش روی ماسه های درخشان تکان میخورد و در دل شب صدف جمع می کرد. به تدریج نوع دیگری از صدف را هم به کارش اضافه کرد. گاهی اوقات نزدیک مرغان دریایی زیر ستاره ها می خوابید تا به محض روشن شدن هوا خودش را به فروشگاه جامپین برساند. حالا دیگر پول صدف سیاه از خرجی دوشنبه هایی که قبلا گرفته بود مطمئن تر بود و معمولاً موفق می از بقیه کسانی که صدف جمع می کردن جلو بزند. دیگر به پیگلی آنجا که همیشه خانم سینگل تری می پرسید چرا الان مدرسه نیست نرفت. اگر می رفت دیر یا زود او را می و به زور به مدرسه می بردند. مایحتاجش را از فروشگاه جامپین می خرید و آنقدر صدف سیاه داشت که نمی توانست آنها را بخورد. اضافه کردن صدف به بلغور بد نبود. میشد شد آنها را بدون آنکه اجزای بدنشان مشخص باشد له کرد. صدف مانند ماهی چشم نداشتند که کیا را نگاه کنند. فصل دوازده پول و بلغور 1956 تا هفته ها پس از رفتن پدر کیا وقتی کلاق ها قارقار می کردند سرش را بلند می کرد ببیند آنها او را دیدند که داخل جنگل تلو تلو می خورد یا نه؟ هر صدای ناآشنایی در باد می شنید. سرش را راست نگه می داشت و گوش می کرد. شاید صدای کسی را بشنود. هر کسی. هر کس که بود قنیمت بود. بیشتر دنبال پسر ماهیگیر می گشت. در طول این سالها چند بار از دور او را دیده بود. اما از هفت سالگی یعنی سه سال پیش که راه خانه را در مرداب نشانش داده بود. با او صحبت نکرده بود. او تنها کسی بود که کیا به جز جامپین و یکی دو فروشنده زن دیگر در دنیا می شناخت. هر بار قایق را با موتور خاموش داخل آبراها ها می راند دنبال آن پسر می گشت. یک روز صبح که با قایق از لابلای علفهای ریسمانی می گذشت قایق پسر را میان نیها دید. تیت یک کلاه بیسبال دیگر سرش گذاشته و حالا قدش بلندتر شده بود. اما کیا حتی از فاصله بیش از چهل و پنج متری موهای مجعد طلایی او را شناخت. با تردید پیش رفت. آهسته داخل علفهای بلند گشت زد و دزدکی نگاهش کرد. همانطور که لبهایش را حرکت میداد فکر کرد به او نزدیک شود و مثلا از او بپرسد ماهی گرفته یا نه یعنی همان چیزی که پدر و دیگران وقتی در مرداب به کسی برخورد میکردند از او میپرسیدند چیزی تومه رو گاز زده چیزی تومه رو گرفته اما فقط خیره شد و حرکتی نکرد نسبت به او کششی قوی و در عین حال ای قوی احساس میکرد که نتیجهش آن شده بود که محکم در این نقطه گیر کند. سرانجام در حالی که زربان قلبش را پشت دنده هایش احساس می کرد قایق خاموش را به طرف خانه هدایت کرد. هر بار او را میدید همین اتفاق میافتاد فقط او را تماشا می کرد. یعنی همان کاری که با حواسیل ها می کرد. کیا هنوز پر و صدف جمع می کرد اما آنها را با همان نمک و ماسه های دورشان روی آجر و تخته می چید. هر روز در حالی که ظرفها داخل سینک ظرفشویی انباشته شده بودند وقتش را تلف می کرد. چرا باید شلوار پیشبندی را که دوباره میخواست گلی شود بشوید؟ خیلی پیش از این شروع کرده بود به پوشیدن شلوارهای پیشبندی قدیمی و غیر قابل استفاده خواهر و برادرهایش که رفته بودند. بلوزهای او پر از سوراخ بود و دیگر اصلا کفش نداشت. یک شب پیراهن تابستانی مادرش را که گلهای صورتی و سبز داشت. همان را که مادر هنگام رفتن به کلیسا می پوشید از چوب لباسی سیمیش برداشت. سالها بود انگشتهایش را روی این زیبایی تنها پیراهنی که پدر نسوزانده بود می کشید و گلهای کوچک صورتیش را لمس می کرد. جلوی پیراهن یک لک وجود داشت. لکی به رنگ قهوه‌ای روشن که زیر بندشانش بود. شاید لکه خون بود، اما حالا کم رنگ و مانند بقیه خاطرات بد شسته شده بود. کیا پیراهن را از سرش پوشید و از اندام لاغرش پایین کشید. لبه پایین پیراهن تقریبا تا انگشت های پایش می رسید. به دردش نمی خود. آن را در آورد و آویزان کرد تا یکی دو سال دیگر صبر کند. خجالت آور بود که بخواهد آن را ببرد و بپوشد که صدف از زمین بیرون بیاورد. یکی دو روز بعد کیا قایق را به پوینت بیچ برد. توقفگاهی از ماسه های سفید در چند کیلومتری جنوب جامپین. گذر زمان، امواج و باد به آن شکلی کشیده داده بود که موجب میشد بیش از سواحل دیگر در خود صدف جمع کند. و کیا قبلا آنجا صدف های کمیابی پیدا کرده بود؟ پس از آنکه قایقش را در منتهای لیه جنوبی محکم کرد جست جوکنان به طرف شمال راه افتاد ناگهان از دور صدای حیاهو و هیجان فضا را پر کرد. کیا فورا از ساحل به طرف جنگل دوید. جایی که یک درخت بلوط با قطر تنه حدود دو متر و نیم تا زانو میان های استوایی فرو رفته بود. در حالی که پشت درخت پنهان میشد گروهی از بچه ها را تماشا می کرد که روی ماسه ها قلط می زدند. گاه گاهی داخل موج ها می پریدند و آب دریا را با پاهایشان به هوا پرتاب می کردند. یک پسر جلو می دوید و دیگری توپ فوتبال پرتاب می کرد. شلوارک های کتان سبک پوشیده بودند که موجب میشد از دور مانند پرنده های رنگارنگ به نظر برسند. این تغییر فصل را نشان میداد. تابستان داشت از آن سوی ساحل به طرف کیا می آمد. همانطور که بچه ها نزدیکتر می آمدند، او خودش را بیشتر به درخت می چسبان و دزدکی اطراف را می پایی. پنج دختر و چهار پسر بودند کمی بزرگتر از او شاید دوازده ساله کیا چیس اندروز را شناخت که داشت توپ را به پسرهایی که همیشه با آنها بود پرتاب میکرد دخترها قد بلند، لاغر، بور، دم اسبی، صورت ککمکی، موی کوتاه مشکی، همیشه مروارید به گردن و لپ گرد توپلی به شکل دسته کوچک عقب مانده بودند. آهسته تر راه می رفتند، حرف می زدند و قاه قاه می خندیدند. صدایشان به گوش کیا مانند صدای ناقوس بود. کیا کم سن و سال تر از آن بود که به پسرها زیاد اهمیت بدهد و چشمش روی گروه دخترها متمرکز بود. آنها با هم چنباتمه زده بودند و خرچنگی را که روی ماسه ها کجکی این طرف و آن طرف میپرید تماشا میکردند. آنقدر خندیدند و به شانه های یک دیگر تکیه دادند تا اینکه همه با هم روی ماسه ها افتادند. کیا همانطور که نگاه میکرد لب پایینش را میگذید. نمیدانست بودن در کنار آنها چه حسی دارد. سرخوشی آنها حال و هوایی ایجاد کرده بود که زیر آسمانی که رو به تاریکی می رفت هم قابل مشاهده بود. مادر گفته بود زنان بیش از آن که به مردان نیاز داشته باشند به یکدیگر نیاز دارند. اما هرگز نگفته بود چطور وارد گروه آنها شود. به آرامی در جنگل پیشتر رفت و از پشت سرخس‌های های قول پیکر بچه ها را تماشا کرد. تا اینکه آنها دوباره در نقطه دورتری از ساحل پراکنده و مانند وقتی که آمده بودند به نقطه های کوچکی روی ماسه ها تبدیل شدند. وقتی کیا مقابل اسکله جامپین توقف کرد سپیده دم داشت زیر ابرهای خاکستری پنهان می شد. جامپین گفت خیلی متاسفم خانم کیا اما اونا ازت جلو زدن. من سهمیه صدف سیاه هفتگیمو گرفتم. دیگه نمیتونم بیشتر بخرم. کیا موتور را خاموش کرد و قایق به یکی از پایه ها برخورد کرد. این دومین هفته بود که از او جلو میزدند. پولش تمام شده بود و نمی توانست چیزی بخرد. پول و بلغورش ته کشیده بود. خانم کیا، باید یه راه دیگه واسه پول درآوردن پیدا کنی. نمیتونی از یه جا پول دراری. وقتی کیا به خانهش برگشت غرق در افکارش روی پله ها نشست و به ایده دیگری رسید. هشت ساعت تمام ماهی گیری کرد. سپس بیست عدد ماهی را که گرفته بود شب داخل آب نمک دریایی خواباند. فردا صبح آنها را روی قفسه های دودخانه قدیمی پدر که به اندازه و شکل توالت بود به ردیف چید. آتش درست کرد و مانند پدر چوب های سبز داخلش انداخت تا شعله بیشتر شود. دود آبی خاکستری به هوا برخاست و داخل دودکش و حتی ترک های دیوار را هم پر کرد. تمام اتاقک پر از دود شده بود. روز بعد قایقش را روشن کرد و نزد جامپین رفت. همانطور که در قایقش ایستاده بود سطلش را بلند کرد. منظره ترحم برانگیزی از ماهی های سیم و کپور کوچک بود که در حال متلاشی شدن بودند. ماهی دودی می خری جامپی؟ اینجا یه کم دارم. خب من میگم یه کار بکن خانم کیا. بت بگم چی کار. اونا رو مثل امانت ازت میگیرم. اگه فروختم پول تو بگیر. اگر نه پس بگیرشون. خوبه؟ باشه. متشکرم جامپی. آن شب جامپین از مسیر ماسه‌ای به کالر تاون رفت. جایی که تعدادی کلبه و اتاق و حتی چند خانه واقعی کنار آب راکت و مرداب گلالود دیده میشد. آنجا دل جنگل و دور از دریا بود و نسیمی نمیوزید. طوری که جامپین می گفت پشه هاش بیشتر از تمام ایالت جورجیا است. پس از حدود چهار و نیم کیلومتر بوی دود را که از میان کاجها می آمد احساس کرد و صدای پرحرفی نوه هایش را شنید. کالرتاون جاده نداشت. فقط مسیرهایی بودند که در جنگل اینجا و آنجا به مکانهای سکونت خانوادگی متفاوتی منتهی می شدند. خانه او خانه واقعی بود که او و پدرش با الوار کاش ساخته بودند. با حیاتی که زمین سفت و خاکی داشت و دور تا دورش نرده چوبی رنگ نخورده کشیده بودند. میبل همسر خوشقد و قامت او آنجا را کاملا تمیز می کرد. و اگر تا فاصله سمتری پله ها ماری میخزید هدف کجبیل او قرار می میبل با لبخند از خانه بیرون آمد که مثل همیشه از جامپین استقبال کند و او سطل ماهی دودی کیا را به او داد. همسرش پرسید این چیه؟ مثل یه چیزیه که سگم نخواد ببره. بازم اون دختره بود. خانم کیا آوردش. گاهی وقتا نفر اول نیست که صدف میاره. رفته سراغ دودی کردن ماهی. میخواد بفروشمشون. خدایا باید واسه اون بچی کاری کنیم. هیچ کس اون ماهی رو نمیخره. من میتونم آب پزشون کنم. کلیسامون میتونه واسهش لباس و این چیزا بده. میتونیم بهش بگیم یه خانواده هست که جای اینا لباس میده. سایزش چنده؟ از من میپرسی؟ لاغر استخونی. فقط میدونم مثل چوب پرچم لاغره. فکر کنم اول صبحی بیاد اونجا. خیلی درمونده است. کیا پس از آنکه صدف گرم شده در بلغورش را برای صبحانه خورد با قایق به طرف فروشگاه جامپین حرکت کرد که ببیند از ماهی های دودی پولی در آمده است یا نه. در تمام این سالها آنجا فقط جامپین و مشتریهایش حضور داشتند. اما امروز همینطور که به آرامی نزدیک میشد یک زن سیاه پوست درشت هیکل را دید که اسکله را طوری که گویی کف آشپزخانه است جارو می کند. جامپین روی صندلیاش نشسته بود. به دیوار فروشگاه تکیه داده بود و داشت در دفترش حساب و کتاب می وقتی کیا را دید از جا پرید و به او دست تکان داد. کیا در حالی که با مهارت قایق را به طرف لنگرگاه میکشید، آهسته گفت صبح بخیر. سلام خانم کیا اینجا یکی هست میخواد تو رو ببینه. این اینجا زنمه میبل. میبل جلو آمد و کنار جامپین ایستاد. طوری که وقتی کیا به اسکل قدم گذاشت آنها نزدیک هم بودند. از دیدنت خیلی خوشحالم خانم کیا. جامپین به هم گفته تو چه دختر خوبی هستی. یکی از بهترین صدف جمع کنا هستی. با وجود آن که میبل باخچهش را بیل میزد، نصف روز سرگرم آشپزی بود و برای سفید پوست ها لباس میشست و تعمیر میکرد، دستهایش نرم بودند. کیا با ظاهری آرام و استوار ایستاده بود، اما نمیدانست چه بگوید، پس ساکت ماند. حالا خانم کیا ما یه خونواده پیدا کردیم که لباس و باقی چیزا رو که لازم داری با ماهی دودی تاق میزنه. کیا سرت داد. پاهایش را نگاه کرد و لبخند زد. سپس پرسید. بنزین واسه قایقم چی؟ میبل پرسشگرانه به جامپین نگاه کرد. جامپین گفت. خب امروز من یک کم بهت میدم. چون میدونم کم داری اما هر وقت تونستی صدف و این چیزا بیار میبل با آن صدای بلندش گفت خدایا دختر بیا نگران چیزای کوچیک نباشیم حالا بذار نگات کنم باید سایز تو بگیرم بگیرم و بهشون بگم او را داخل فروشگاه نقلی هدایت کرد بیا همینجا بشینیم تو به هم بگو چه لباسایی و چه چیزای دیگه ای لازم داری؟ پس از آنکه در مورد فهرست چیزهای مورد نیاز او صحبت کردند، میبل اندازه پاهای کیا را روی یک پاکت کاغذی قهوه‌ای کشید و گفت: خب، فردا بیا. اینجا وسط یه ساک حاضره. خیلی ممنونم میبل. سپس صدایش را پایین آورد و گفت: یه چیز دیگه هم هست. این پاکت‌های قدیمی دونه رو پیدا کردم. اما باغبونی بلد نیستم. میبل تکیه داد و از ته قلب سخاوتمندش خندید. باشه خب من باغبونی میدونم. او تمام مراحل را با جزئیات کامل توضیح داد. سپس دست دراز کرد چند قوطی از قفسه برداشت و تخم کدو حلوایی، گوجه فرنگی و کدو تنبل را از آنها بیرون آورد. هر گونه را داخل تکه کاغذ پیچید و رویش عکس آن محصول را کشید. کیا نمیدانست میبل این کار را کرد چون نمی توانست بنویسد یا اینکه میدانست کیا نمیتواند بخواند. اما این کار برای هر دویشان خوب بود. کیا از آنها تشکر کرد و سوار قایقش شد. میبل گفت خوشحال میشم بهت کمک کنم خانم کیا. حالا برو فردا برای گرفتن وسایلت برگرد. بعد از ظهر همان روز کیا شروع کرد به بیل زدن ردیف هایی که قبلا باغچه مادر محسوب می شود. وقتی بیل داخل زمین فرو میرفت رفت تق تق صدا می کرد. بوی خاک همه جا میپیچید و کرم هایی که رنگشان متمایل به صورتی بود بالا می آمدن. سپس صدای جیرینگ متفاوتی آمد و وقتی کیا خم شد یکی از آن گل سرهای قدیمی مامان را که از فلز و پلاستیک بود پیدا کرد. آن را آهسته به شلوار پیشبندیش مالید تا خاکش پاک شود. لبهای قلوهی و چشمهای تیره مادر واضحتر از تمام سالهای گذشته در نظرش مجسم شد. گویی آن وسیله کم ارزش تصویر او را منعکس کرده بود. اطرافش را نگاه کرد. مطمئنا حتی حالا هم مادر داشت راه ورودی جلوی خانه را طی می کرد که بیاید و به او در زیر و رو کردن خاک کمک کند. بالاخره به خانه می آمد. چنین سکوتی نادر بود. حتی کلاق ها هم ساکت بودند و او می توانست صدای نفس خودش را بشنود. در حالی که موهایش را مرتب می کرد، گل سر را بالای گوش راستش زد. شاید مادر هرگز به خانه نمی آمد. شاید بعضی از رویاها فقط باید فراموش میشدند. بیل را بلند کرد و گلوله ای از خاک سفت را تکه تکه کرد. صبح روز بعد وقتی کیا با قایق به اسکله جامپین رفت او تنها بود. شاید اندام درشت و ایده های خوب همسر او فقط یک توهم بود. اما آنجا روی اسکله دو کارتون پر از وسیله بود که جامپین در حالی که لبخند بزرگی به چهره داشت به آنها اشاره کرد. صبح بخیر خانم کیا. اینا اینجا واسه توه. کیا روی اسکله پرید و به کارتون هایی که وسایل داشت از آنها بیرون میریخت خیره شد. جامپین گفت خب بیا جلو همش مال توه. کیا آهسته شلوار پیشبندی، شلوار جین و بلوزهای واقعی نه فقط تیشرت را بیرون آورد. یک جفت کفش کتانی بندی و یک جفت کفش بندی باستر برامن چرم دو تکه با نوک کشیده و رنگهای قهوه‌ای و سفید هم بود که آنقدر واکس خورده بود که برق میزد. کیا یک بلوز سفید را که یقه دانتل و روی گردنش پاپیون ساتن آبی داشت بلند کرد. دهانش کمی باز مانده بود. داخل کارتون دیگر کبریت، بلغور، یک ظرف روغن، لوبیای خشک و یک لیتر روغن دنبه خانگی بود. روی آنها شلغم و برگ شلغم تازه شلغم زرد و بامیه هم بود که آنها را داخل روزنامه پیچیده بودند آهسته گفت جامپین اینا بیشتر از پول اون ماهی است. اینا اندازه ماهی یه ماهه خب اصلا مردم میخوان با لباسای قدیمی گوشه خونشون چی کار کنن؟ اگه اونا اینا رو اضافه داشته باشن تو لازمشون داشته باشی و تو ماهی داشته باشی و اونا ماهی بخوان این میشه معامله حالا ورشون دار ببر چون من اینجا واسه این خرت و پرتا جا ندارم کیا میدانست او راست میگوید جامپین اصلا جای اضافی نداشت و اگر او آنها را از اسکله میبرد به او لطف میکرد پس من اینا رو میبرم. اما تو ازشون تشکر کن باشه؟ منم بیشتر ماهی دودی میکنم و سعی میکنم زودتر بیارم. باشه پس خانم کیا اینطوری خوبه. تو هر وقت ماهی درست کردی بیار. کیا در حالی که موتور قایق پتپت کار میکرد به دریا برگشت. وقتی خلیج را دور زد و دیگر در معرض دید جامپی نبود ایستاد. داخل کارتون را گشت و بلوزی را که یقه توری داشت درآورد. آن را از روی همان شلوار پیشبندی زبرش که زانوهایش هم وصل داشت پوشید و روبان ساتنش را روی گردن پاپیون زد. سپس یک دستش را روی اهرم سکان گذاشت و دست دیگرش را روی یقه و روی اقیانوس و آبراها به طرف خانه به راه افتاد. فصل سیزده پرها 1960 کیا که یک دختر چارده ساله لاغر استخانی اما نیرومند بود در بعد از ظهر ساحل برای مرغان دریایی خوردنان میریخت می ریخت. هنوز نمی توانست آنها را بشمارد. هنوز نمی توانست بخاند. دیگر رویای پرواز با اقاب ها را در سر نداشت. شاید وقتی کسی غذایش را از خاک تأمین می کند قوه تخیلش به تخیل بزرگسالی تنزل پیدا می کند. پیراهن تابستانی مادر حالا به تنش می چسبید و قدش تا زیر زانو بود. فکر کرد اندازش شده. شاید هم جا داشت کمی آزاد تر باشد. به کل به برگشت. وسایل ماهیگیری را برداشت و مستقیم به بیشهی که در فاصله دور از تالاب خانهش قرار داشت رفت که ماهی بگیرد. درست وقتی قلاب را داخل آب انداخت پشت سرش یک تکه چوب به زمین افتاد. به سرعت سرش را به اطراف چرخاند و دنبال منبع صدا گشت. لابلای بوته ها صدای پا می آمد. صدای خرسی نبود که با چنگال های بزرگش خار و خاشا که روی زمین را له می کند. بلکه صدای دنگ ماده جامد میان تمشکا بود. سپس کلاق ها قارقار کردند. کلاق چندان رازدارتر از گلولای مرداب نیستند و وقتی چیز عجیبی در جنگل می بینند باید به همه بگویند. کسانی که به آنها گوش می کنند پاداش خود را می گیرند. یا از حضور متجاوزان آگاه می شوند. یا از وجود قضا خبردار می شوند. کیا می دانست. اتفاقی افتاده است. قلاب را بالا کشید و همانطور که داشت در سکوت با شانه هایش بوته ها را کنار میزد نخ را دور چوب پیچید. دوباره ایستاد و گوش کرد. فضای تاریک و بیدرختی از جنگل یکی از مکانهای مورد علاقش زیر پنج درخت بلوط به شکل قار درآمده بود. درختان بلوط چنان متراکم بودند که تنها نور ضعیف خورشید از میان سایبانشان عبور می کرد و به تریلیوم های پرپشت و بنفشه های سفید می خورد. چشمهایش بخش بدون درخت را کاوید اما کسی را ندید. سپس چیزی یواشکی از بیشزار آن طرف گذشت. و کیا با چشمهایش آنجا را زیر نظر گرفت. قلبش تون تر می زد. خم شد و همانطور که قوز کرده بود با سرعت و بی سر و صدا داخل بوته های در هم تنیده ای رفت که آن فضای بی درخت را در بر گرفته بودند. وقتی از لابلای شاخه ها پشت سرش را نگاه می کرد پسری را دید از او بزرگتر است و در حالی که مدام سرش را به جلو و عقب میچرخاند به سرعت در جنگل راه می رود. پسر وقتی او را دید ایستاد. کیا خودش را پشت یک بوته خاردار پنهان کرد. سپس به زور داخل یک لانه خرگوش شد که میان تمشکا چرخیده بود و دیواره به اندازه یک قلعه زخامت داشت. در حالی که هنوز خودش را خم کرده بود به تلاشش ادامه داد. خارها بازوهایش را می خراشیدند. دوباره مکس کرد گوش داد. در آن گرمای سوزان آنجا پنهان شده بود و تشنگی گلویش را آزار میداد. پس از ده دقیقه که کسی نیامد به طرف چشمه خزید که دور تا دورش پر از خزه بود و مانند یک آهو آب نوشید. نمیدانست آن پسر کیست و چرا آمده بود است. حتما به رفتنش به فروشگاه جامپین مربوط می شد. مردم او را آنجا می دیدند. او مانند شکم خار پشت بیحفاظد. و آسیب پذیر بود. سرانجام در فاصله میان غروب و تاریکی زمانی که سایه ها وضوح ندارند از مسیر درخت های بلوط به طرف کل برگشت. به خاطر اینکه اون دزدکی اونجا را میرفت نتونستم ماهی بگیرم و دودی کنم. در وسط نقطه خالی از درخت یک کنده پوسیده افتاده بود که با خزه فرش شده بود و شبیه پیرمردی بود که زیر شنل پنهان شده باشد روی کنده یک پر سیاه باریک به طول حدود دوازده تا پانزده سانتیمتر گیر کرده و مستقیم رو به بالا مانده بود برای بیشتر انسانهایی میتوانست یک چیز معمولی شاید پر بال یک کلاق باشد اما کیا میدانست این یک پر معمولی نیست بلکه ابروی یک هواسیل آبی پیکر است پری که به زیبایی بالای چشمش خمیده شده و از بالای سر زیبایش به طرف عقب رفته است یکی از بی ترین اجزای مرداب ساحلی درست همینجا قرار داشت. او هیچ وقت چنین چیزی پیدا نکرده بود. اما در زندگیش آنقدر چون باتمه زده و چشم در چشم حواسیل ها مانده بود که فورا متوجه شد آن چیست. یک هواسیل عظیم و جسه آبی رنگ مه خاکستری است که آبی آب را انکاس می دهد و مانند مه می تواند خودش را رنگ محیط کند و ناپدید شود. البته به جز حلقه های عجیب چشم های همیشه آمادهش. او شکارچی صبور و منزوی است و تا وقتی بتواند شکارش را برو باید تنها می استد. یا اینکه شکارش را زیر نظر می گیرد و مانند ساق دوش عروس هر بار یک گام بلند و آرام به جلو بر می دارد. با وجود این در موارد نادری در حال پرواز شکار می کند. مثل برق تند و تیز می پرد و منقار شمشیر مانندش را جلو می کشد. کیا آهسته گفت چطوری اینطور صاف روی کنده مونده؟ اطراف را نگاه کرد. حتما اون پسره اینو گذاشته اینجا. شاید همین الانم هم داره نگاه میکنه. بی حرکت ایستاد. دوباره ضربان قلبش تند شد. عقب رفت. پر را همانجا رها کرد. به طرف کلبه دوید و در شیشه ای را قفل کرد. به ندرت آن را قفل می کرد چرا که این کار از او محافظت چندانی نمی کرد. اما به محض آنکه سپیده صبح میان درختها خزید کششی قوی نسبت به آن پر احساس کرد. طوری که دلش خواست دست کم یک بار دیگر نگاهش کند. وقتی آفتاب بالا آمد به طرف جنگل دوید. اطرافش را به دقت نگاه کرد. سپس به طرف کنده رفت و پر را برداشت. براغ بود و تقریبا نرم وقتی به کلبه برگشت جای خاصی در وسط مجموعه که به دیوار زده بود و از پرهای ریز مرغ مگس گرفته تا پرهای بزرگ دم عقاب داخلش بود برایش پیدا کرد نمیدانست چرا باید یک پسر برایش پر بیاورد صبح روز بعد کیا دلش میخواست هرچه زودتر به طرف کنده برود و ببیند پر دیگری آنجا گذاشته شده یا نه اما خودش را وادار کرد صبر کند نباید با پسر روبرو میشد سرانجام نزدیک ظهر به طرف جنگل رفت آهسته نزدیک شد و گوش کرد صدای کسی را نشنید و کسی را ندید برای همین جلو رفت و وقتی پر سفید باریکی را دید که بالای کنده گیر داده شده لبخندی غیر معمول و کوتاه چهرهش را روشن کرد. طول این پر به اندازه فاصله سرانگشتان کیا تا آرنجش بود و دو طرف پر به زیبایی باریک شده و در انتها به هم رسیده بود. آن را بلند کرد و بلند خندید. پر زیبای دم یک پرنده استوایی بود. او هرگز این پرندگان دریایی را ندیده بود چرا که در این منطقه پیدا نمی شدن و فقط به ندرت پیش می آمد که طوفان پر آنها را با خود بیاورد و روی زمین بیاندازد. کیا از اینکه کسی چنان مجموعه نادری از پرها داشت که میتوانست این یکی را ببخشد حیرت کرده بود از آنجا که او نمیتوانست کتاب راهنمای قدیمی مادر را بخواند نام بیشتر پرندگان یا حشرات را نمیدانست برای همین خودش آنها را نامگذاری کرده بود و با وجود آنکه نمیتوانست بنویسد راهی پیدا کرده بود برای آنکه نمونه ها را طبقه بندی کند. استعدادش رشد کرده بود و حالا می توانست طراحی کند، رنگامیزی کند و هر چیزی را که می خواهد بکشد. او با استفاده از گچ یا رنگ روغنی که از ارزان فروشی می خرید روی پاکت های خاروبار تصویر حشرات یا صدف ها را می کشید و آن را به نمونه هایش می چسبند. بیشتر از یک هفته روی کنده پری قرار داده نشد. کیا روزی چند بار می رفت و از لابلای سرخس ها به دقت آنجا را نگاه می کرد. اما چیزی نمی دید. او وسط روز در کلبه می نشست این کاری بود که قبلا به ندرت انجام می داد. باید واسه شام لوبیا خیس میکردم اما دیگه خیلی دیر شده در آشپزخانه گشت داخل کابینت را نگاه کرد و با انگشتش روی میز زرب گرفت فکر کرد نقاشی کند اما این کار را نکرد دوباره به طرف کنده راه افتاد حتی از فاصله دور می توانست پر دراز و راه راه یک بوغلمون وحشی را ببیند این پر دلش را برد بوغلمون یکی از موجودات محبوب او بود قبلا دوازده جوجه بوغلمون دیده بود که حتی وقتی مادرشان داشت راه می رفت خودشان را زیر بالهای او جمع کرده بودند یکی دوتا از آنها بیرون میافتادند عقب میماندند و دوباره تلاش میکردند خودشان را برسانند اما حدود یک سال پیش وقتی میان کاچها قدم میزد صدای جیغ بلندی شنید یک دسته پانزده تایی بوغلمون وحشی که بیشترشان ماده بودند و یکی دوتاشان نر و جوان با عجله دور خودشان میچرخیدند و به چیزی که به نظر می رسید روغنی است که در خاک قلتیده نک می زدند. زیر پایشان خاک بلند می شد و روی درخت ها می نشست. میان شاخه ها بالا می رفت و همانجا می ماند. وقتی کیا یواشکی جلو رفته بود روی زمین یک بوغلمون ماده دیده بود که هم نوعانش به اون نک می زدند و گردن و سرش را با پنجه هایشان می مثل اینکه بالهایش چنان به خارهای یک بوته گیر کرده بود که پرهایش از زاویه عجیبی بیرون زده بود و دیگر نمی توانست پرواز کند. جودی گفته بود اگر پرندهای با بقیه تفاوتی پیدا کند یعنی شکلش تغییر کند یا مجروح شود احتمال آنکه شکارچیها را جذب کند بیشتر است. برای همین بقیه گروه آن را می‌کشند. چرا که این بهتر از آن است که عقابی را به طرف آنها جلب کند که بخواهد یکی از آنها را ببرد. یک ماده بزرگ با پاهای سفت بزرگش روی ماده خاکالوت پنجه کشید. سپس آن را روی زمین فشار داد. ماده دیگری به گردن برهنه و سر آن محکم زر بزد. او ماده با صدای زیر جیغ می و با چشم های حراسان در اطرافش به هم نوعانش نگاه میکرد که به او حمله می کیا همانطور که دستهایش را در هوا پرتاب می کرد به طرف آن مکان خالی از درخت دوید. آهای چیکار میکنین؟ از اینجا برین؟ نکنین؟ حرکت بال بوغلمون هایی که داخل بوته ها پراکنده شدند و دو تا از آنها که با سنگینی بالای یک درخت بلوط پرواز کردند گرد و خاک بیشتری به هوا کرد. اما کیا خیلی دیر رسیده بود. چشم های بوغلمون کاملا باز بود و بی حرکت افتاده بود. خون از گردن چروکش جاری و بدنش روی خاک خمیده شده بود کیش کیش برین کیا آخرین پرندگان بزرگ را هم دنبال کرد تا دور شدند کارشان به اتمام رسیده بود او کنار پرنده مرده زانو زد و چشمهای پرنده را با یک برگ چنار پوشاند آن شب پس از آنکه بوغلمون ها را نگاه کرد شامش را که باقی مانده نان ذرت و لوبیا بود خورد. سپس روی تخت خوابش در ایوان دراز کشید و ماه را که تالاب را لمس می کرد تماشا کرد. ناگهان در جنگل صداهایی شنید که به کلبه نزدیک میشدند. صداها عصبی و جیغمانند بود. صدای پسر بود نه مرد. بلند شد و راست نشست. کلبه در پشتی نداشت. کیا دو راه بیشتر نداشت یا همین حالا بیرون برود یا وقتی آمدند روی تخت خوابش نشسته باشد. به سرعت یک موش به طرف در رفت اما همان موقع شمهایی که حاله نور اطرافشان بالا و پایین می رفت و تکان تکان می خورد ظاهر شدند. برای فرار خیلی دیر بود. صداها بلندتر شدند. ما داریم میاییم دختر مرداب. هی hey, تو اونجایی خانوم حلقه مفقوده؟ میخوایم اون روی سگت بالا بیاد زورتو نشون بده مردابتو به همون نشون بده صدای قهقه بلند شد همانطور که صدای پاها نزدیکتر میشد کیا پشت دیوار نیمه ایوان خودش را بیشتر خم کرد شعله ها دیوانه وار زبانه کشیدند و وقتی هر پنج پسر که شاید سیزده یا پانزده ساله بودند داخل حیات دویدند با هم خاموش شدند. پسرها وقتی با تمام سرعت به ایوان می در را با کف دستشان می و صدای تق ایجاد می کردند. هیچ حرفی نمی زدند. هر ضربه خنجری بود که به قلب بوغلمون ماده وارد می شد. کیا کنار دیوار می خواست حق حق گریه کند اما نفسش را حبس کرده بود. آنها به راحتی می در را بشکنند. با یک تکان محکم داخل خانه بودند. اما از پله ها پایین رفتند و دوباره به جنگل دویدند. با خیالی آسوده که از دست دختر مرداب، کودک گرک پرورده، دختری که نمی توانست کلمه سگ را هجی کند، جان سالم به در بردند، فریاد می و قهقه می زدند. همانطور که در دل شب ناپدید می شدند و امنیت دوباره برمیگشت صدای حرف زدن و خنده هایشان از میان جنگل به گوش کیا می رسید. او تکان خوردن شعله شمهایی هایی را که دوباره روشن شده بودند لابلای درختها تماشا کرد. سپس نشست و به تاریکی و سکوت خیره شد. خجالت زده بود. او پس از آن هر وقت بوغلمون وحشی میدید به یاد آن روز و آن شب میافتاد اما از دیدن آن پر دم بوغلمون روی کنده هیجان زده شده بود تنها به این خاطر که می دانست بازی هنوز ادامه دارد